بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، کیوان جاوید هستم و خیلی خوشحالم مجدداً با شما عزیزان هستم و برنامه پخش مستقیم داریم. شما عزیزان میتونید بیایید رو خط صحبت کنید، نظر بدید و راه حل با هم ارائه بدیم برای زندگیمون، برای یک آینده انسانی و برای حفظ کرامتمون و برای در واقع کرامت از دست رفته انسان‌ها می‌جنگیم. و این برنامه پخش مستقیم یک گوشه‌ای از اون جدال ما، از اون جنگ ما علیه این حکومت فقر و این حکومت نکبت اسلامیه. بله، خبرها شاید خوشحال کننده باشه. بودجه سال 93 رو همین یک شنبه در مجلس اسلامی تصویب کردند. بودجه افزایش چشمگیری داشت. شاید بگید که من دارم اشتباه میگم، شاید بگید که خبرها یه جور دیگره، شاید بگید که من تو باغ نیستم، ولی واقعیتش اینه که همونطوری که گفتم بودجه در بخش‌های افزایش بسیار چشمگیری داشت و دولت روحانی با دبدبه و کبکبه به مجلس شورای اسلامیشون رفت و گفتند که بعضی از جاها بودجه رو به طور واقعا سرسام‌آوری بالا میبرن، کجاها و چقدر این بودجه ای که تو این قسمت ها بالا رفت به زندگی ما مربوطه، اینو تو برنامه با هم صحبت میکنیم. بودجه سپاه پاسداران افزایش پیدا کرد و بودجه ارتش افزایش پیدا کرد، بودجه نیروی انتظامی افزایش پیدا کرد، 30% به بودجه سپاه پاسداران و 50% به بودجه ارتش و 60% به بودجه وزارت امور خارجه و 45% به بودجه شورای نگهبان، اینا را افزایش دادند و در عوض به معلمان خبر دادند که خیلی چشم به سال آینده نداشته باشند و میگن که آموزش پرورش در بسیاری از شعبه‌هاش پول پرداخت آب و برق و گاز رو نداره و این داستانیه که ما باهاش مواجه هستیم. میگن کسری بودجه داریم و نمیتونیم یارانه ها رو پرداخت بکنیم، بعضا به شکل بعضی از کالاها میدیم و بعضی جاهاش رو قطع میکنیم و بعضی و بخشی از جامعه هم میپردازیم. یه چیزی که وقتی آخرش نگاه میکنیم میبینیم معلوم نیست که در رابطه با زندگی مردم چی دارن میگن. اون چیزی که واقعیه، اون چیزی که ما میبینیم اینی که سطح زندگی ما رو به شدت دارن پایینتر میبرن، شکل یعنی سطح زندگی ما رو به شدت بهش هجوم آوردن و مثل یک کفتار افتادن به جون جامعه و دارن از مثل زالو افتادن در واقع به جون جامعه و دارن خون جامعه رو میمکن. از یه طرف وقتی نگاه میکنی این بودجه رو اونطوری که تو برنامه هست بودجه سرکوب و فقره، در واقع برای اینکه فقر رو نهادینه بکنن، برای اینکه جلوی هجوم فقرا و مردم رو در واقع و همه جامعه رو بگیرن، مجبورن به بودجه نظامیشون رو بالا ببرن، قدرت سرکوبشون رو میخوان بالا ببرن و فکر میکنن با قدرت سرکوب این حکومت میتونه دوام بیاره. واقعیت رو نگاه میکنیم میبینیم این بودجه ترس از مردمه، این بودجه وحشت از مردمه، این بودجه ترس از اعتراضات مردم و ترس از قدرتگیری مردم و ترس از تجمع مردمه. بودجه خرافه رو بالا میبرن، بودجه مساجد رو بالا میبرن، بودجه حوزه های علمیه رو بالا میبرن، بودجه تکثیر کتاب های دینی خودشون رو بالاتر و بالاتر میبرن، بودجه روزنامه های دولتیشون رو بالاتر میبرن، صدا و سیما رو بودجهش رو بالا میبرن. اینا رو از حق به اصطلاح از زحمت مردم، از دسترنج مردم میگیرن و به اینا میدن و در عوض اونجایی که مردم نیاز دارند
بهداشت داشته باشن از بودجش میزنن. و من دوست دارم شما عزیزان بیاین و بگین که بودجه رو کی باید تعیین بکنه و چطور یه بودجه یک کشور باید تعیین بشه، چطور یک مشت ضد بشر، ضد انسان میتونن بشینن و در رابطه با نفس کشیدن ما، در رابطه با خوشی ما، در رابطه با تفریح ما و در رابطه با بهداشت ما و در رابطه با تغذیه ما تصمیم بگیرن، بگن اینا رو مردم لازم ندارند. ما بودجه ارتشمون کمه، 50% به بودجه ارتش باید به اصطلاح اضافه کنیم و 30% بودجه سپاه پاسداران اضافه کنیم. کل بودجه مملکت بخش اعظمش دست سپاه پاسدارانه. اینا رو که تازه ما میگیم بودجه رو اینقدر اضافه کردن، اینا بودجه‌ای که رسما اضافه میشه. همه این نهادها یه پاشون تو دستشون تو قاچاق و دستشون تو از هزار راه دیگه پول دارن به اصطلاح به خودشون اختصاص میدن دیگه. تمام چند روز پیش مرتضوی معلوم شد که در برای اینکه تو بتونه ابقا بشه در به اصطلاح مقامش، بخش زیادی از نمایندگانش همینجوری بدون حساب و کتاب همینجوری پول پرداخت میکنن. این که دازیم میگیم که بودجه اختصاص دادن، این بخش علنی به اصطلاح پولهایی که دارن به اینا اختصاص میدن. بخش مهم درآمد اون مملکت، سرمایه اون مملکت، دسترنج جامعه داره زیرمیزی و به اصطلاح خارج از چشم مردم داره جابجا میشه و این مهمه که ما مردم دشمنانمون رو بهتر و بهتر بشناسیم. ما همه دشمنانمون رو بهتر بشناسیم. ما میتونیم خودمون سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. ما میتونیم تو شوراهای خودمون، وقتی حکومت اسلامی رو سرنگون کردیم، ما قدرت مافوق مردم رو باید کنار بذاریم. ما قدرتی که بالای سر جامعه بشینه و رأی بده و تصمیم بگیره که مردم بهداشت نمیخوان، نیروی سرکوبگر میخوان، ما اینو باید کنار بذاریم. ما میتونیم این کارو بکنیم. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. آقای جاوید سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، شما رو خطید، بفرما. قبل از هر چیز میخوام بگم که شما رو خیلی دوست دارم. مرسی عزیزم، واقعا بهتون عشق میورزم، جدی میگم، از ته دل دارم میگم. چون که واقعا حرفهایی میزنید که روح هر انسان بیداری رو بیدارتر میکنه و وجدان درون انسان رو بیدارتر میکنه. ممنون، مرسی. آقای جاوید، میشه شما به صورت سوال از من بپرسید به عنوان کسی که تو ایران زندگی میکنه؟ بعد من جواب بدم، چون اینطوری مطالب خیلی پراکنده. حتما حتما. من اولا دوست دارم بدونم که شما زندگیتون چجوری تعمیم میکنید به عنوان اگه همسر دارید، بچه دارید، بفرمایید. من خودم فرزند یه کارگرم، یعنی باید فردا پاشم، البته دانشجو هم، ولی خب باید فردا پاشم کارگری کنم که فردا پس فردا بتونم خزینه رو تعمیر بکنم. نه. اینجا دستمزدها خیلی پایینه، یعنی یه کارگر روزی بهش 35 تومن تا 40 تومن پول میده. این پولی که به کارگر داده میشه، ولی خب در برابر دخل و خرج تقریبا هیچیه، یعنی نمیتونی حتی یه کفش که بخوای بخری واقعا باید بری قرض بکنی. این از این لحاظ معنی لحاظ مشکلات اجتماعی واقعا مردم خیلی بیکاری خیلی خیلی زیاده، بعدش هم دادشون به آسمون رسیده، سرکوب هم خیلی زیاده. و بله، شما سوال بپرسید، واقعا زیاد چیزهایی به تو ذهنم هست ولی دوست دارم سوال بپرسید که من جواب. بله، ولی چیزی که معلومه یه بودجه تصویب کردن، گفتن که پول بودجه سپاه پاسداران و بودجه نمیدونم ارتش و بودجه بسیج و شورای نگهبان و بودجه نیروی انتظامی و بودجه اینا رو اضافه کردن، ولی در عوض بودجه‌ای که به صرف بهداشت و آموزش پرورش و نمیدونم اینا شد، اینا رو کم کردن. نظر شما در رابطه با این چیه؟ چرا اینطوریه؟ شما چه نظر؟ من واقعا خود درست نوشید، این بودجه به خاطر سرکوب هست. من داشتم خبر گوش میدادم، میگفتن آقا این به خاطر این که چون دلار گرون شده و اینا،
خب اگه دلار گرون شده چرا مال سپاه رو بالا بردن نه. مال مثلا بهداشت رو بالا نبردن؟ دقیقاً مال تامین اجتماعی رو اون چیزهایی که مربوط به رفاه و زندگی مردم رو چرا اینها رو بالا نبردن؟ فقط رفتن توی اون بخش نظامی اونجا رو بالا بردن. بله. چرا؟ چون که میخوان اموال مملکت رو، یعنی اون سرمایه هایی که از زیر زمین عاید همه جامعه میشه، چون حالا اقتصاد کشور تک محصولی، این رو در جهت سرکوب داخلی. خب ما من هیچ وقت یادم نمیره زمانی که اون سایپا رو مردم رد میشد تو سال 88 و اینکه این یه دختر رو که به خاطر حقوق اولیه انسانی خودش جنگید و جلوی چش همه جهانیان کشتنش و تا تاریخ هست خواهد موند. ولی هدف اصلی من واقعا زنگ زدن اینی که مطمئن باشید هر انسان با وجدانی و حقیقت طلبی حتما اقرار میکنه که توی این مملکت تفاوت هست، تفاوت خیلی خیلی زیاده و عده‌ای فقط به هم زدن فساد و مفخوری و آفرین خوردن مال حق دیگران و سرکوب دیگران راضی هست. من تو شهری که دارم زندگی میکنم، یعنی واقعا اگه بیایید دوباره زندگی میکنم، اگه بیایید نگاه بکنید میبینید که میلیاردها تومن پول شهرداری فقط صرف دزدی و چپاول اونایی میشه که توی ادارات کار میکنن. بله. چیزی سطح رفاه مردم نمیشه. بله. و روز به روز بیکاری، یعنی بیکاری باز هم تأکید میکنم بیکاری دغدغه اصلیه. خودت میدونید وقتی بیکاری باشه درآمدی نی، درآمد نباشه انواع و اقسام مشکلات دیگه اجتماعی. بله. مثل خب مشکلات اجتماعی که از آسمون نمیاد که. بله. مردم جوان مردم معتاد میشه، میره زندان، فساد میکنه، بعدش هم سن ازدواج خیلی خیلی بالا رفته. یعنی من یه جوانی به 25 سالم دغدغم اینه خدا وکیلی که بگم خدایا خب درآمد ندارم، کار ندارم، چطور باید ازدواج بکنم؟ بله. خودتون میدونید که آدم با اینا تعریف میشه وقتی که به خودت نگاه میکنی هیچی نداری، فراغتی نداری، خب روح درون متلاشی میشه. دقیقاً. و حقیقتا این برنامه شما هر روز به هم انگیزه بیشتری میده. و امیدوارم به جایی برسم که بتونم شجاعانه بیام در میدان و حقوق خودم رو مطالبه بکنم. شما هستید، شما امید چیز خوبی، آرزو و امید اینو دارم که روزی در کنار شما و به پشتوانه شما و در کنار همدیگه حزبی تشکیل بدیم که حقوق انسانها رو در همین دنیا، در همین دنیا، چون چرا میگم در همین دنیا؟ چون اونها نسیه رو نقد رو نسیه رو دارن به ما میفروشن. بله بله نسیه رو. بله دقیقاً. امیدوارم اون روز بیاد. امید چیز خوبیه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم صحبت کردید. خواهش میکنم عزیزم، مرسی، خیلی خوشحالم که زنگ زدید. این دو طرفه است عزیز من، این روحیه‌ای که شما از برنامه دارید میگیرید، این روحیه‌ای هم هست که ما از شما میگیریم، این روحیه‌ای که شناخت دشمن، این روحیه جنگندگی، این روحیه امید به یک زندگی بهتر، این روحیه‌ای که ما میتونیم سرنوشت خودمون به دست بگیریم، سرنوشتمون لازم نیست دست یک مشت مفتخور آدم کش سرکوبگر باشه. جامعه میتونه، جامعه حق داره روپای خودش بایسته، برای خودش تصمیم بگیره، یک زندگی انسانی رو برای همه سازمان بده. همه دعواهایی که امروز ما میبینیم، همه جدالهایی که امروز میبینیم، همه کشتارهایی که امروز میبینیم، همه فقری که ما امروز میبینیم، به خاطر اینکه یه عده میخوان پروارتر بشن، یه عده میخوان با کمک نیروهای نظامی خودشون، با کمک ارتجای فرهنگی خودشون، با کمک مذهب خودشون، مذهب استفاده بکنن که مردم رو تخدیر بکنن، مردم رو گمراه نگه دارن که بتونن میلیاردر و میلیاردرتر بشن. و همه دعواها برای اینه که این جامعه رو یه تعداد اندکی میخوان تحت کنترل خودشون نگه دارن. تو این دنیا، تو این چارچوبه ای که داریم ما حرفش میزنیم به نام ایران، بخورن و بزنن و تفریح کنن و عشق بکنن. و به خاطر همینه این نابسامانی ها، این همه اعدام، این همه سرکوب، به خاطر همینه. ما جامعه ای میخوایم که آدم ها برابر باشن. اگه برابری آدم ها رو تامین بکنی، اگه آزادی آدم ها تامین بشه،
ما این همه دردسر هر روزه تو این جامعه نخواهیم داشت. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. سلام عزیزم، بفرمایید. بفرما عزیزم، صحبت کنید، بفرمایید چی میخواییم بگین، حرف اصلیتون رو بزنین. بله، موضوع کاملا مشخصه، راه ما بازه. بودجه سال 93 رو ببینید، روحانی اومد گفت من صد روز اول مشکلات مردم رو، بخش زیادی از مشکلات مردم رو حل میکنم. گفت مشکلات مردم اقتصادیه، مشکلات مردم رو سعی میکنم خیلی سریع حل بکنم. اولین روز قدرتش، یعنی اومدنش، قانونن به اصطلاح دولت در دست گرفتن، صفحه اعدام ها رو ما ببینیم. قولی که داده بود اینجا عملی شد. صفحه اعدام ها روز به روز، هر روز به هر روز بیشتر میشه. میگه که بودجه رو احمدی نژاد خالی کرده، بودجه جمهوری اسلامی رو میگه که احمدی نژاد خالی کرده و دیگه انتظار نداشته باشید. امروز دستمون بازه به طور چشمگیری بودجه در بخش هایی از به اصطلاح نیروهای دولتی رو اضافه میکنه. اگه پول دارید بودجه شورای نگهبان انگل رو اضافه کنید. مردم حق دارن بگن بودجه بهداشتمون باید بالا بره. شما رو خطید، بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو قطع کنید، صحبت کنید. صدای تلویزیون ایشون خیلی بلند بود، به خاطر همین من مجبور شدم قطع کنم. دوستان عزیز، وقتی میان روی خط باید صدای تلویزیونتون بسته باشه، لااقل اونقدر صدای تلویزیونتون باید کم باشه که شما بتونید حرف منو بشنوید و من بتونم حرف شما رو بشنوم. آب و برق و گاز امروز میشه گفت نمیپردازیم. بودجه دارید، از بودجه سپاه پاسداران بزنید، از بودجه ارتش بزنید و به بودجه بهداشت اضافه کنید و به بودجه آب و برق و گاز اضافه کنید. شما رو خطید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. از ایران تماس میگیرم. بفرما، شما رو خطید، صحبت کنید عزیزم، بفرمایید. صحبت میکنم با این حرفای مسخره‌تون، با این کانالتون. بله، اگه کانالمون مسخره است چرا وقت میگیرید میای وقت خودت میگیری؟ معلومه این بخشی از همون بودجه که اضافه بکنن، بودجه شما رو باید اضافه کنن، چون بودجه وحشت از مردم رو مجبورن اضافه بکنن. بودجه مقابله با کانال جدید رو، بودجه مقابله با حزب کمونیست کارگری رو باید اضافه بکنین. بودجه سرکوب در خیابانها رو باید اضافه بکنید. هیچ بخشی از مردم با شما نیستند، مجبورید بودجه سرکوب اضافه کنید که بتونید فقر رو تو اون جامعه نهادینه تر بکنید، فقر رو بیشتر و بیشتر پا بر جا نگه دارید، مرگ کودکان رو بیشتر تضمین بکنید. براتون مهم نیست بچه ها، دانش آموزان، خردسالان، کودکان تو اون مملکت در چه شرایطی تو اون مدرسه ها هستند. مدرسه های غیر قابل به اصطلاح نشستن، حتی غیر استاندارد. مجبورید برای اینکه مردم رو. شما رو خطید، بفرمایید. سلام، چرا ناراحت شدین از حد؟ بله، این تلویزیون محل جنگ ما با حکومت اسلامیه. اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرده که ما برای 2,000,000 تومان دستمزد میریم که بجنگیم با حکومت اسلامی. این حق ما هست، میریم اینو تثبیت کنیم. میریم با 40,000 امضا شروع کردن در داخل ایران و کارگرای بیشتری رو دارن بسیج میکنن، ازشون نیرو بگیرن که بگن بودجه هست، پول هست، حق ما رو بدید، حق کارگر رو که جامعه رو میسازه باید بدید. شما رو خطید، بفرمایید. سلام عزیزم، شما رو خطید، بفرما. میخواستم به مردم ایران یه خبر خوش بدم. با شکست مذاکرات دیشب، من فکر میکنم دولت ایران پیشه خودش داره. از برنامه تون تشکر میکنم، خدا حافظ. خیلی ممنون. بله،
بله، اینم خبری بود که این دوستمون دادن. خیلی روشنه، خیلی روشنه. دو تا زندگی، دو تا افق مشخص جلومونه. یکیش جمهوری اسلامی داره پیاده میکنه، هر روز پیاده میکنه و از یک نظر کار خیلی خوبی میکنه. ریشه مذهب رو زد و نشون داد مذهب یعنی چی، و نشون داد اسلام یعنی چی، و نشون داد که همه این خرافات در خدمت چیه. وقتی بودجه وزارت ارشاد رو بالا میبری، وقتی بودجه نهی از منکر رو بالا میبری، وقتی بودجه نمیدونم ارگانهای خرافات تو بالا میبری و در همون روز بودجه بهداشت رو میزنی و همزمان به بودجه سپاه پاسداران اضافه میکنی، حکومتت مثل آینه جلوی مردم قرار گرفته. مردم دقیقا میشناسن و دقیقا بیشتر و بیشتر دشمنان خودشونو میشناسن. و این از این نظر یک بار برای همیشه من فکر میکنم حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی به تمام معنا مذهب و ماهیت مذهب و جلوی چشم مردم گذاشت. این از یک طرف. و از یک طرف دیگه وقتی علناً و عملاً در مجلس اسلامیشون نشون دادند که پول دارند، میلیارد میلیارد ریال بودجه نیروهای سرکوبگر رو اضافه کنن. ببینید چقدر بودجه ارتش 34,446 میلیارد و 164 میلیون ریاله. ببینید این بودجه که این بودجه با 50% افزایش میتونست زندگی بسیاری از کارگران که حقوقشون رو ماها به ماها نمیپردازن تامین بکنه. شما رو خطید، بفرمایید. سلام، بفرمایید. شما رو خطید. ببخشید، شما میگید ما چیکار کنیم با جمهوری اسلامی؟ بله بله. شما از کجا زنگ میزنید عزیزم؟ از کدوم منطقه یا از ای؟ من از دیوان تماس میگیرم، یه کارگر هستم. بله، شما زندگیتون چجوری تعمیم میشه؟ شما زندگی روزمرتون چجوری تعمیم میشه؟ من یک کارگر هستم، زایات جمع میکنم. بعدش هم درود بر جمهوری اسلامی ایران. بله خب، یعنی زندگی تعمیم میشه با درود با جمهوری اسلامی ایران؟ بله، خیلی خوبه که طرفدار جمهوری اسلامی هم میاد از ما میپرسه ما چه کار کنیم. من بهت میگم چه کار کنین. اگه شرافت و انسانیت یک سر سوزن، یعنی یک دونه از یک بخش کوچیکی از یک سلول از شرافت انسانی در بدنتون باقی مونده باشه، از این حکومت باید دور بشین. حکومتی که ما میبینیم چه به روز اون جامعه، چه به روز کارگرای اون جامعه، چه به روز زنای اون مملکت، چه به روز بچه‌های اون مملکت داره میاره. بهداشت دهان و دندان تو مملکت از بین رفته دیگه. برای میلیون ها نفر نمیدونم دارن دندوناشون از دست میدن به خاطر اینکه پولش ندارن. میلیون ها نفر از اون مردم بیمه درمانی ندارن و اگه بیمه درمانی هم داشته باشن به درد چیزی نمیخوره. میلیون ها و میلیون ها نفر تو اون جامعه هر روز و هر روز از درد بیکاری دارن تلف میشن و به اعتیاد روی میارن. خوشحالم یه حکومتی، یه کسی که طرفدار و حکومته میاد ما میگه ما چه کار کنیم. من بهتون میگم چه کار کنین. دست از این حکومت وردارید اگه انسانیت هنوز یک سر سوزن توی خون شما وجود داره. یک سر سوزن، بیشتر نه. این حکومت یکی دیگه نمیتونه بیاد بگه که ما به چه چیزهایی دسترسی پیدا کردیم. به هیچ چیز نمیتونه افتخار بکنه، حتی نمیتونه مردم رو گول بزنه. حکومتی که دیگه نمیتونه مردم رو حتی گول بزنه، حتی نمیتونه یک امید واهی به مردم بده، فقط مجبور بودجه نظامی نیروهای سرکوبگرش رو اضافه کنه. شما رو خطید، بفرمایید. الو، سلام. سلام، بفرمایید عزیزم. خوبی رایید؟ بفرمایید عزیزم، من خوبم، بفرمایید صحبت کنید. سلامتی، خوبی، قربان شما. گوش میدم عزیزم، صحبت کنید، من گوش میدم. من خودستان زنگ میزنم آقای جاوید.
الو. بله، ایشون صحبت نمی کردند و بازم از شما عزیزان میخوام، فرصت کوتاهه، وقتی زنگ میزنید بعد از اینکه به هر حال سلام علیکمون تموم شد لطفا صحبت کنید. این خیلی مهمه، موضوع بسیار مهمیه. ما در طول ماه گذشته هر روز شنیدیم گفتن بودجه نداریم، هر روز گفتن وضع مملکت خراب شده، هر روز با کلک آخوندیش گفتن که مشکل از احمدی نژاد بود، ولی یه دفعه میبینیم میلیاردها میلیارد دلار پول هست، ولی اونجایی که باید استفاده بشه جای استفادهش رو باید همینجا معلوم کنیم. شما رو خطید، بفرمایید. بفرمایید عزیزم. سلام آقا جوید. سلام عزیزم، بفرمایید. خسته نباشی، شبتون بخیر. ممنون عزیزم، بفرما. آقا جوید، من یه سوال از شما داشتم، ببخشید. خواهش میکنم. شما فکر میکنید که مردم ایران چند درصد باید آماده بشن شما بیاین تو ایران؟ این یک. دو، به من ایران یک کشور اسلامیه، خودتونم میدونی چند سال که زندگی کردیم. ایران یک کشوری که مردمشون به خدا و به پیغمبرش ایمان دارن. حالا شمایی که به خدا ایمان ندارین و اصلا خدا رو قبول ندارین، چه میکنین که با همین تواصلی که تو ایران نامونه میگی هر دونی هست برای اینا، آیا مردم ایران مردم شما هستن، شما که اصلا خدا رو قبول ندارین؟ نره. خب الان من از شما سوال میکنم. آره. من آره. خب رو خط وایسین، رو خط وایسید که با هم صحبت کنیم. من میگم که مردم ایران ما را قبول دارن. مردم ایران، نه قطع نکنید دیگه، اشتباه کردید. من دوست داشتم وایسید رو، من جوابتون رو بدم. مردم ایران، من فکر میکنم اکثریت مردم ایران حزب کمونیست کارگری و ما رو و کانال جدید رو قبول دارن. میگی نه، نیروی سپاه پاسداران از خیابون بیرون ببرید بهتون نشون بدیم. خیلی ساده است. من میگم نیروی ارتشتون رو، نیروی انتظامیتون رو، نیروی سرکوب جمهوری اسلامی رو بیرون بکشین. مگر فکر نمی کنید ما رو مردم قبول ندارن؟ شما وقتی یک جنس، یک کالا میبرید تو بازار میذارید، اگه فروش نره معلوم میشه که مردم نمیخوانش. شما اگه بخواین یک مغازه باز بکنید و مغازتون مردم نیان ازش خرید بکنند، ورشکست میشید. من معتقدم آزادی خواهی، برابری طلبی، انسان دوستی، کرامت انسانی، احترام گذاشتن عمیق به زن به عنوان یک انسان برابر با مرد تو اون جامعه خیلی قویه. و من فکر میکنم حزب کمونیست کارگری نماینده انسانیت تو اون جامعه است. حزب کمونیست کارگری وقتی رو کار بیاد اعدام لغو میکنه، کنار میذاره. من فکر میکنم مردم ما رو تو یک شرایط انسانی، ما تلاش میکنیم که مردم ما رو انتخاب کنن. شما اگه فکر میکنید مردم ما رو انتخاب نمیکنن، فضا رو باز بذارید، بذارید ما 6 ماه حزب کمونیست کارگری تمام دفاترش رو، تمام مراکز خودش رو در ایران باز بکنه، ببینیم چند روز شما حکومت اسلامی دوام میاره. مردم اسلامیان، من میگم خیلی از مردم اسلامی نیستن. اون بخشی هم که اسلامیان، براشون نون و آب و غذا و بهداشت و درمان در درجه اول اهمیت هست. کسی هم میخواد نماز بخونه، تو حکومتی که ما پیاده میکنیم راحتتر نماز میخونه، راحتتر. جمهوری اسلامی هست، اقلیت های مذهبی انسان نیستند، خدا ناباوران. بله بفرمایزم، شما رو خطید، شما رو خطید. قطع کن اتاق فرمان، اتاق فرمان شنیدین؟ بله، صداشون رو قطع کنید. میگید که مردم مسلمونن، مردم اسلامیان، مردم اسلامیان، حکومت اسلامی نیروی انتظامیشو تقویت میکنه که این مردم رو جلوی شورش مردم رو بگیره. من معتقدم فضا رو باز بذاریم، نگیم حکم خدا ناباوران اعدامه، بذارید ببینیم چقدر خدا ناباور تو ایران دست بلند میکنه. به نظر من بخش زیادی از اون جامعه به این خرافات،
به این چرندیات مذهبی و به این اینکه یک روزی امام زمانی از چاه چمکران بیرون میاد، اینا اعتقاد ندارن. بخشی از جامعه شاید به خاطر فقر، به خاطر فقر فرهنگی بالاخره تحت تاثیر این مزخرفات آخوندها باشن، ولی یک فضای آزاد نشون میده که چقدر اون جامعه فوراً به علم، به دانش، به تکنیک، به دنیای امروز وصل میشن. حزب کمونیست کارگری، من بهتون قول میدم اگه باور نمی کنید فضا رو برای 10 روز تو مملکت باز بذارید، بهتون نشون میدیم، بهشون نشون میدیم. حکومتی که میگه که بر اساس شوراهای مردم اداره میشه، نه بر اساس هیچ ایدئولوژی، هیچ حزبی، هیچ قدرت مافوق مردم، بالای سر مردم، وجود نداره. ما نمیذاریم وجود داشته باشه، در یک حالت به وجود خواهد اومد. اگه میخوای حق مردم رو بخوری، اگه میخوای همین بساط و فقر و بدبختی و فلاکت تو جامعه تداوم بدی، اگه میخوای یه بخش کوچیکی تمام امکانات اون جامعه، تمام ثروت اون جامعه، تمام بهداشت اون جامعه دست اونا باشه، بله، یه حکومتی میاد، هر حکومتی بیاد، اسلامی نباشه، یه چیز دیگه باشه، همین بلا سر مردم میاد. ما تضمین میکنیم آزادی و برابری رو. شما رو خطید، بفرمایید. سلام، خوشحال بخیر آقای کیوان. سلام، مرسی عزیزم، بفرمایید. بله، میخواستم از کنم خدمتون، شما نوشتین بودجه سال 93 بودجه سرکوب. بله درسته، بودجه سرکوب. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اجازت ما بگین؟ بفرما، شما وقت دارید، وقتتون رو بگید. بله، هر چی دوست دارید بگید. خواهش میکنم. میخواستم عرض کنم خدمتتون به دلیل اینکه بودجه سرکوبه، چون اینا خرج بسیجی ها میکنن. زمان قرار بودی بسیجی از وطن کمک به مردم ملت ایران کمک کنن، متاسفانه در سال 88 عکسش ثابت کردن. من در سال 76 عکسش ثابت کردن. در سال 1361 و 62 و 63 و 67 عکسش ثابت کردن. چرا؟ چون این بودجه که الان 4500 میلیارد تومان برای سپاه پاسداران که جرم جنایت رو داره انتشار بده در تمام جهان، و 5000 میلیارد تومان برای ارتش، و چندین هزار میلیارد تومان هم برای بسیج، چه خبره؟ مردم گرسنه نون ندارن بخورن، این همه بودجه برای سرکوب؟ چرا؟ به چه دلیل؟ با کی میخواید بجنگید؟ میخواید برید دنبال قانون 176؟ 176 قانونش چه میگه؟ میگه شما خودتون آماده کنید برای مقابله با تهدید خارجی داخلی؟ داخلی کی تهدیدتون کرده؟ 88؟ 88 مردم اومدن گفتن آقا رأی ما کو؟ شما آماده سرکوبشون کردی؟ خب با بودجه کی؟ با بودجه من کارگر. از سر سفره من دزدیدی، رفتی اسلحه خریدی، رفتی نمیدونم سپر خریدی، رفتی کلاخود خریدی، رفتی نمیدونم زره پوش خریدی برای سرکوب من، امثال من، که با تانک بیاری بری از روی آنتن ماهواره‌ای؟ آخه کسی با تانک میره روی آنتن ماهواره‌ای؟ چرا انقدر سانسور کردن؟ چرا انقدر سانسور خوشتون میاد؟ خب یه دولت دیکتاتور از سانسور خوشش میاد، دنبال سانسور میره. چرا انقدر سانسور میکنه؟ چرا انقدر پارازیت میندازید؟ چرا انقدر این تلویزیون هایی که میخوان بیاد تو کشور مردم بیدار کنه، هی پارازیت میندازید، هی بودجه این مملکت خرج پارازیت میکنید، مردم رو به مبتلا به سرطان میکنید. بعد هم با چی میخواید بجنگید؟ 1,200,000 نفر سرباز برای چی؟ برای کجا؟ با چی میخواید بجنگید؟ با آمریکا؟ خب یک ساعت در مقابل آمریکا نمیتونید مقاومت کنید با 100 میلیون که باشید؟ خب قدرتش نه، تکنولوژیش ندارید. رفتی میخواید با محکوم درست کنی؟ 196 کیلو رفتید اورانیوم 20% رو که نزدیک به 230 میلیارد دلار از بودجه مردم برداشتید، از سر صفحه مردم برداشتید. خب این چه بودجه است؟ چرا با بودجه این مملکت تو چیز رفتار میکنید؟ مردم رو گرسنه نگه میدارید، به سرفروشی و فحشا و اعتیاد مبتلا میکنید. وقتی هم یکی بلند میشه سر باز میزنه، میگه آقا نباید این کارو بکنید، میبردش کوزه زندان، انقدر اذیتش بکنید یا بمیره یا میبردش بالا سر دار. بله، خیلی ممنون. اعتراض
میکنه آقا چرا منو بیکار کردید؟ بودجه از سر سفره من برداشتید. منو بدبخت تا خونم نمیرم تحصیل شد. منو کارگر بیکار شدم. نمیدونیدش بالمال اون برادر اوسانلو بیچاره تو زندان زدید کشتیدش. بله. اگر اینا بودجه درست حسابی خرج بشه، واقعا خرج ملت بشه. توی نمیدونم حماس و حزب الله و سوریه نه اونجا خرج بشه، مطمئنا من ایرانی گرسنه نمیشم. دختر ایرانی نمیره برای دو بیت تل فروشی کنه. جوان ایرانی محتاج نمیشه. کودک نمیاد که از مدرسه شو بکنه بره برای کمک بکنه خانوادهش مجبوره بره دستمال کاغذی بفروشه، گل بفروشه تو خیابونا. خجالت نمی کشید شما میاید از این رژیم دفاع میکنید، حیا نمیکنید، خجالت نمی کشید. کوچیک بزرگتون این دولت واقعا فاشیسمه، واقعا فاشیسمه، رکورد فاشیسمی رو زده. خیلی ممنون، مرسی عزیزم، آفرین که اومدی رو خط. مرسی. همونطوری که گفتم اینجا جنگ بین ما مردم و یه مشت اوباش چاقوکش اسلامیه. شما رو خطید، بفرمایید. شما رو خطید. سلام، مرسی عزیزم، بفرمایید. گوش میدم عزیزم، بفرمایید. خیلی ممنون. خب اگه تو نمیترسی، تو اگه نمیترسی چرا میای رو این خط حرف میزنی؟ میرفتی دنبال کارهای خودت، چرا نوبت میگیری میای رو این تلویزیون؟ تو از ما وحشت نداری؟ تو مأمور نیستی که این حرف رو بزنی؟ بودجه تو رو ندادن که بخوای اینجوری حرف بزنی؟ با اون کت کراواتت به موقع اسلحه دستمون میگیریم، به روزش کت کراواتمون رو در میاریم علیه شما. مردم میلیونی مسلح یکی یکی پایگاهاتون از دستتون در میارن. اون موقع شمایید که دیگه سوراخ موش رو اجاره میکنید. به صف خودتون، به صف حکومت خودتون نگاه کنید، ببینید کجا بودید. یه روزی شما همتون، همه حکومتیاتون یک صف بودید، با هم علیه مردم کشتار میکردید. سال 67 همه شما، از روحانی گرفته تا موسوی گرفته تا کروبی گرفته تا خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی، با هم بودید. امروز صف خودتون رو ببینید چه بلایی سر خودتون اومده. چرا؟ به خاطر اینکه این مردم، ماها نذاشتیم. شما هر غلطی که میخواییم بکنید رو زندگی مردم در بیارید. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. شما رو خطید، بفرما. گوش میدم عزیزم. من کیوان جاویدم عزیزم. شما دارید رو خط تلویزیون صحبت میکنید، لطفا صحبت کنید. بله، ایشون احتمالا منتظر بودن که اول صداشون رو تلویزیون بشنوند. ما چه کار داریم میکنیم؟ ما داریم به مردم میگیم مردم، ما میتونیم جلوی اینا وایستیم، ما میتونیم پول آب و برق و گازمون الان ندیم، ما میتونیم 2 میلیون تومان در ماه رو به اینا تحمیل کنیم. کارگران میتونن الان، با دست پرتری میتونن، با قدرت بیشتری میتونن. بخش های زیادی از اعتراضات رو ببینید همین روزها، همین ماها، اینا وحشت دارن از جنبش کارگری، از قدرت کارگرا، از اتحاد کارگرا که بیان برای انسانیت، برای حفظ انسانیت همه جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن. اینا از من و تو، از جوانها، از زنان، از همه تو مملکت میترسن. بودجهشون رو نگاه کنید ببینید ترسشون از کجاست. شما رو خطید، بفرمایید عزیزان. شما رو خطید، گوش میدم. شما رو خطید، صدای تلویزیونتون بلنده عزیز من. اگه ممکنه، بله ایشون قطع کردند. این جای خوشحالی نیست برای ما مردم. ما تنها نیستیم. نتونستید یک گورستان اختناق تو مملکت پیاده کنید، نتونستید تمام فقر و بدبختیتون رو همراه با یک اختناق بی حد و حصر تو مملکت پیاده کنید. این افتخار ما هست که ما میتونیم 24 ساعته از انسانیت، از متشکل کردن آدم ها برای زندگی انسانی اینجا حرف بزنیم.
به مردم این امید بدیم که اگه متحد بشید، اگه یکی باشیم، میتونیم برای یک زندگی بهتر بجنگیم، متحدتر بجنگیم. این ترس حکومت رو من توی بودجه امسالشون نگاه میبینم. بودجه ای که تصمیم گرفتن با این سرکوبشون رو چند برابر کنند تا بتونن یه سال دیگه بیشتر بمونن. شما رو خطید، بفرمایید. شما رو خطید. من رو خطم. بفرمایید عزیزم، شما رو خطید. شما با شما رو خطید از من کیوان جاوید هستم، لطفا صحبت کنید. صدام بخش نمیشه از سنید. بله، صداتون رو الان خواهید شنید از رو تلویزیون. من فکر میکنم کار سختی نباشه. شما اگه توجه کنید به اتاق فرمان، به نصایح اتاق فرمان در واقع که بهتون میگه، صداتون با تأخیر میره رو تلویزیون. شما رو خطید، بفرمایید. الو. سلام عزیزم، شما رو خطید، صحبت کنید. گوش میدم. خوب هستی؟ بفرمایید عزیزم، شما رو خطید، لطفا صحبت کنید. بله، وحشت حکومت رو ببینید. بودجه خوزستان رو کم کردن. خوزستان رو که شما میشناسید در چه وضعیتیه. اولا خوزستان بخش زیادی از اقتصاد ایران رو دوش مردم خوزستانه، مناطق نفتخیز ایران. بودجه کردستان هم میگن قطع کردن، کمتر و کمتر کردن. وقتی ازشون میپرسید چرا مردم در کردستان بودجه کمشون کمتر شده، یه مقدار عمران و آبادی یک ذره حقشون قرار بود بهش بدید، اونم زدید، میگن بودجه نداریم، میگن وضعیت بدی داریم، میگن نمیدونم مال تحریم شده. حتی تا سال قبل میگفتن که تحریم کاغذ پاره بیش نیست. الان و بعد میگن که بودجه های زیادی، پول زیادی معلوم نیست احمدی نژاد از کجا برداشته و به کجا داده و اینا. و بحثشون بر سر اینه که بنابراین یارانه ها را قطع میکنیم، بنابراین قیمت بنزین بالا میره، بنابراین قیمت گاز بالاتر میره و بنابراین قیمت آب و برق هم بالاتر میره. شما رو خطید، بفرمایید. آره سلام. بفرمایید عزیزم، شما رو خطید. ممنون عزیزم. صداشون رو قطع کنید اتاق فرمان. امروز روز حکومت اسلامی روی تلویزیون کانال جدیده. چرا 9 تا 10 نفر الان دهمین نفر از حکومت اسلامی، 10 نفر و متنوع و متفاوت از طرف حکومت اسلامی روی این خط بود؟ چرا شما به عنوان کسایی که برنامه رو میبینید و من میدونم هزاران هزار نفر انسان شریف، اگه نگم ده های هزار نفر همزمان الان پای این برنامه هستند، چرا جمهوری اسلامی 10 نفرش رو باید رو خط بیاره و یه حرفای پوچ و بیمعنی رو همه با هم تکرار کنن؟ چرا؟ از چی میترسن؟ شما رو خطید، بفرما. بفرما. بفرما، شما رو خطید. روزتون بخیر آقای جاوید، من از آلمان تلفن میکنم. فقط خواستم بگم که خیلی خوب میشه اگه کسانی که خارج از هستن سفری به ایران بکنن که موقعیت اونجا رو ببینن. بله. شما رفتید و دیدید موقعیت اونجا رو؟ بفرمایید برامون تعریف کنید. من 4 سال خودم توی هامبورگ خیلی کارهایی رو انجام دادم برای زندانیان سیاسی و حقوق اشخاصی که توی ایران هستن، حالا هر کسی که هست. بعد خیلی برام جالب بود، رفتم ایران و فقط یک چیز رو متوجه شدم و اون این که مردم به قدری گرفتار هستن، از صبح که پا میشن اونایی که باید خرجشون رو در بیارن
توی خیابون باور کنید مثل موچه این ور اون ور میرن و به قدری گرفتاری دارن که اصلا خیلی مسائل رو نمیتونن کاری انجام بدن یا توجه بکنن و اگر هم توجه بکنن اثری نداره. ما اینجا توی خارج نشستیم میگیم با هم باشیم نترسیم بریم جلو، این کارو میشه کرد اون کارو میشه کرد، ولی وقتی که توی ایران آدم باشه تازه متوجه میشه تنها کاری که میشه کرد خرجش در بیاره، دواشو تهیه بکنه، مشکل بچهشو حل بکنه. تمام اینا مسائلی هستش که اصلا اجازه نمیدن که آدم، الان شما باور نمیکنید مردم به قدری گرفتاری دارن توی ایران که تا آدم میاد باهاشون صحبت بکنه بگه بیاین حرکتی برنامه چیزی، سرشون رو میگیرن گوششون رو میگن، میگن تو رو خدا بذار حالا من این مشکلم رو حل بکنم اون مشکلم رو حل. خیلی مسائل ایران هستش که ما توی خارج نمیتونیم اونطور متوجه بشیم، فقط میگیم این کارو بکنن اون کارو بکنن. خواستم اینو بگم و من دو سه هفته از ایران اومدم. بله خیلی خیلی ممنونین که مشاهدات خودتون رو برای ما تعریف کردید. دستتون درد نکنه، من توضیحاتی میدم روی صحبت‌های شما. خیلی ممنون. مرسی عزیزم. ممنون. درسته فقر، بدبختی، گرونی، اتاق فرمانم اجازه نمیده ما اصلا توضیح بدیم به روی هیچی. مسئله اینه که راه چاره ای نداریم. مسئله اینه که وقتی کارگر میگه 2,000,000 تومان میخوام حقوقم اضافه بشه و اتحادیه آزاد کارگران که در ایران هست و مرکز فعالیتش ایران هست و فعالین اصلیشون همه در ایران هستند، میگن این یه جنگه برای بقا، برای زنده موندن و این جنگو همه کارگرها باید بهش بپیوندن. میدونم علارغم فقر و بدبختی اینا مردم از هر دری میزنن که یه لقمه نون امروز خودشون رو تامین کنن، اما این تنها راهیه که ما میتونیم و رژیم اینو میدونه و رژیم اگه اینو نمیدونست که مردم میتونه انفجار علیه حکومت اسلامی صورت بگیره، انفجار پابرهنگان. شما رو خطید عزیز، بفرمایید. سلام عزیزم. سلام، بفرما. خیلی ممنون زنگ زدی، بفرما صحبت کن، صدات پخش میشه. خیلی ممنون. گفتید از کرج زنگ میزنید، درسته؟ بله. شما چی میگید؟ جمهوری اسلامی روحانی رفته تو مجلس بودجه سپاه پاسداران و اینا رو اضافه کرده، بودجه زندگی شما چی میشه؟ آیا بهداشت شما، خرج خوراک شما، ارزونی که نسبت به مواد غذایی چیزی صورت گرفته، نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنین؟ نه آقا، کاش این تو بود، ارزونی نبود که آقا چه ارزونی دیشتی گرونتر هم شده، خود شما بودجه سپاه بیشتر بشه، بودجه ما کردن که بیشتر نمیشه. معنی تازه کارگر هم هست، کارگر سیمان هستن تو با کرجه. معنی چی فکر کردی آقا؟ خرابه برزا، 45,000 تومن ما میدن، ببخشید بهتون میگم واقعیه 45,000 تومن یارانه. معنی خیلی ممنون، مرسی. اگه دست شما باشه، آدمای مثل شما، کارگرها باشه، بگن یه بودجه ترتیب بدید، شما اولین این بودجه رو کجاها میذارید؟ به کجاها اختصاص میدید بودجه رو؟ بودجه رو برای بهداشت میذارم، برای تحصیلات میذاریم، برای ایجاد اشتغال میذاریم. باید دولت داشته باشیم، جمهوری سوسیالیستی داشته باشیم در ایران. بله خیلی ممنون عزیزم. زمانی یک دولتی بزن و خوجه در ایران داشته باشیم. خیلی ممنون، مرسی زنگ زدی عزیزم. خیلی ممنون، مرسی. بله مرسی زنگ زدی، آفرین که زنگ زدی. ولی ما دولت خودمونو میخوایم، ما دولت مردمو میخوایم، ما دولت مافوق مردمو نمیخوایم، ما دولت کل جامعه رو میخوایم، نه فقط حتی دولت کارگران، نه دولت هیچ حزبی، نه دولت هیچ آدمی، نه دولت انور خواجه میخوایم، نه دولت حمید تقوایی میخوایم. ما دولت خود جامعه رو میخوایم، خود کارگران، خود زحمتکشان، خود معلمین، خود پرستاران، اینا
تو شوراهاشون قانون میذارن، همه جا، همه جا، از روستا گرفته تا شهرستان گرفته، هر کجا، هر کجا که مردم تو سرنوشتشون دخالت داشته باشن، و با یه حساب، با یک حساب، استثمار و فقر تو اون مملکت غیر قانونیه. تو خیلی، تو کشورها خیلی چیزا غیر قانونیه، خیلی ها جرمه، خیلی چیزا تو کشورهای متفاوت جرمه. تو کشوری که ما قدرت رو میگیریم، استثمار آدم ها، خوردن حق آدم ها، استفاده کردن مثل برده از آدم ها، که این جامعه بردهداری امروزه، اینا غیر قانونیه. آدم ها، همه آدم ها حق دارند و باید قانونن، قانون باید تضمین بکنه و تضمین بکنه که هیچ کس تو نابرابری زندگی نخواهد کرد. و درد جمهوری اسلامی از این کانال، از ما، از ترسش از ما کمونیستا، ترسش از ما حزب کمونیست کارگری از اینه، چون شوخی نداره. شما رو خطید، شما الان رو خطید از من، بفرما. الان رو خطید. سلام، شما رو خطید، صحبت کنید. گوش میدم، گوش میدم. بله، ایشون قطع کردند. میگه من کارگرم و ازش میپرسم اگه بودجه تو، بودجه رو توی کارگر بنویسی چی می‌نویسی؟ میگه که بهداشت، درمان، چیزهای رفاهی رو مطرح میکنه. شما رو خطید، بفرمایید. خسته نباشید آقای جواد. بفرم، خیلی ممنون عزیزم، رو خطید، صحبت کنید. گوش بدید. اگه ممکنه، اگه ببخشید صداتون خراب بود، من خیلی دوست دارم دوباره زنگ بزنید و بازم صحبت کنید. صدای خودتون الان رو تلویزیون ببینید، گوش بکنید، خواهید فهمید که صداتون خوب نبود، بنابراین دوباره زنگ بزنید. شما رو خطید، بفرمایید. سلام عزیزم. سلام عزیزم، شما رو خطید، بفرما. خوب هستید؟ سلام عزیزم. ممنون. آقا جدید، شما الان این همه دارید زحمت میکشید، ولی چه فایده؟ اصل این ملت ایران هستن که یک ذره عضو ندارن. نه، به هیچ عنوان. توجه میفرمایید؟ بله، گوش میدم، شما صحبت. بله، من گوش میدم، شما صحبت کنید. خواهشون، این ملت ایران باور بفرمایید دو بار به دست نمیخوره. به خود شما هم الان زحمت بی خود میکشید. نه، شما اگه من الان من اینجا نبودم، شما این نظر خودتون همین حرفتون رو چجوری به گوش بقیه میرسوندین؟ پس کار من مفیده که شما ببین نسل ما آقا جوی توجه میکنیم، ما جوان بودیم، سینه سپر کردیم، شما رو از ایران روندیم، ولی الان شما این رو حساب کنید، اینا اومدن مدیر ایزن و این جوان های الان همه بیمورده، واقعا شما بگید هیچی ازشون چی در نمیاد. ولی چرا، ولی چرا جمهوری اسلامی اونطوری که شما میگید، یعنی اگه جمهوری اسلامی کاری هم نداشته باشه و بودجه سپاه پاسداران و ارتش و بسیج و اینا رو هم اضافه نکنه، بنابراین این حکومت ترسی نداره؟ ولی ترسش از چیه که تنها آقا جدید هیچ فرقی نداره این حکومت. توجه میفرمایید؟ همش خدا شده علکیه، فقط کار مردم کیلو مالیدنه. بله، ممنون عزیزم. چیزی که این دوستمون میگن، میگن که این مردم عرضه ندارن، ولی من فکر میکنم تنها به نظر من قدرت سرکوب جمهوری اسلامی تا امروز مونده. جمهوری اسلامی اگه مردم عرضه نداشتند، هشت شاخه الان نمیشد. ببینید شاخه رفسنجانی رو نگاه کنید و شاخه خامنه ای رو. رفسنجانی وقتی روزی که خمینی مرد گفت که ما رهبر داریم، کیه؟ خامنه ای. خود رفسنجانی بود که خامنه ای رو به عنوان اینکه این جایگاه رو داشته باشه معرفی کرد. خودش فکر میکرد که با هم دیگه تقسیم میکنن، میخورن و میزنن و تا آخر عمر وامیستن. همون موقع، همین الان کسایی که تو حصر به اصطلاح هستند، موسوی و اون یکی کروبی، اینا
هر کدومشون موقعیت‌های بسیار بالایی تو حکومت داشتن. چرا اینطوریه وضعشون؟ شما رو خطید. سلام عزیزم، شما رو خطید، بفرمایید. ممنون، بفرمایید. اصلا توی ایره هیچ کس میری فقر نیست. اونایی که شما صحبت میکنن میگن مدی میرد بیری فقر، همه دروغ میگه. من بله بله، خیلی ممنون، شنیدم، بله صحبتتون رو شنیدم، مرسی. شنیدی؟ بله. اینکه هیچی نیست، همین صفحه تلویزیون رو نگاه کنید. خواستن یه بودجه بذارن، کی بودجه جمهوری اسلامی رو میاره تو جامعه، به طور واقعی جلوی چش جامعه میذاره؟ این تلویزیونه. این تلویزیون به مردم میگه حقتون کجا هست و امروز میتونید با قدرت بیشتری بگید که بودجه ارتش رو کم کنید، بودجه سپاه پاسداران رو کمتر کنید، بودجه اینا ارگان فقط سرکوب مردمن. به اسد پول میدی، به اسد، به حکومت جانی بشار اسد پول میدی، بعد میگی بودجه بهداشت ندارم، بعد میگی که بودجه درمان ندارم، بعد میگی که بودجه غذا برای مردم نیست. به حزب الله، حزب الله شاخه سپاه پاسداران تو لبنان، تمام خرج حزب الله لبنان، اون تهش تمام نیروهای سرکوبگرش و نظامی و تروریستش رو جمهوری اسلامی تامین میکنه. اون یکی دیگه تو فلسطین حماس، بخش زیادی از بودجه نظامیش و امکاناتش رو جمهوری اسلامی. تو عراق نگاه کنید، ده ها جریان تروریستی و آدمکش بمب انتحاری این ور اون ور میذارن تو عراق، بودجهشون جمهوری اسلامی. از کجا میاری؟ از کجا میاری؟ از سفره مردم میاری؟ از کجا میاری؟ از کاری که کارگر هر روز صبح بلند میشه و تولید میکنه و امکانات در اختیار شما میذاره و شما میدید به آدم کشات. شما رو خطید، بفرمایزم، شما رو خطید. آقای جاوید، من حقیقت مخواستم از این فقر بدبختی، از این مملکتمون که تی این چند سالی که به سرم اومده یه خود برامون توضیح بدید. بله، شما توضیح بدید، از زندگیتون بگید. از بابا من الان نزدیک به 3 سال به اصطلاح قطع مصرف کردم، 4 سال 5 سال آوارید مواد مخدر رو کشیدیم، ولی بازم این فقر بیچارگی یقه ما رو بل نمی کنه. نه کار داریم، نه زندگی، نه هیچ چی. بخواستم اینم آخرین وضع مملکت ما چجور میشه به نظر شما؟ بله بله، همه این برنامه من سر اینه که این آخر این مملکتمون چجوری بشه. عزیز من، ما یه 70 میلیون جمعیتیم. اولا اگه شما صحبت بیشتری دارید بفرمایید، وقتی که شما قطع کردید من توضیح میدم، چون نمیخوام پول تلفنتون زیاد بشه، هر جور دوست دارید. به هر حال بله، عذاب بدبختی مواد رو زیاد کشیدم. خب بله بله، بازم این فقر بدبختی یک سر با ما هست. من الان نمیدونم واقعا چه دیگه میخوام یه زندگی رو دوباره اداره کنم. چند سال بدبختی برمیداری؟ بله، میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟ اگه ممکن باشه بگین. من نزدیک به 33 سالمه. 33 ساله، ولی شما گفتید که درگیر محتوی در حال بهبود هستم. بله بله، ولی بله. باز الان کار ندارم. بله، به سبب فرقی شده که این مملکت ما کار ندارید. داره بیدار میکنه. بله بله، بله من تو برنامه الان توضیح میدم. حتما عزیزم، مرسی. اولا که کار بسیار خوبی کردید، خیلی کار بسیار مفیدی کردید، کار بسیار با اراده‌ای کردید که اعتیاد کنار گذاشتید. اگه متوجه شده باشم که گفتید چند سال درگیری اعتیاد بودید، و این یک قدم بسیار مهمه، نشون میده شما امید به تغییر زندگی خودتون رو دارید. به نظر من الان شخصا با کمک دوستانتون، آشناهاتون، فامیلاتون
بهشون نشون بدید و از اونا بخواین که کمکتون کنن، تنهاتون نذارن. میدونم بازم اگه در شرایط آدم فقر و بدبختی و نداری و بی پولی باشه، این امکانی که جمهوری اسلامی اضافه کرده، یعنی به وجود آورده که مردم برن دنبال مواد مخدر اینا، از مردم، از دوستا، از آشناها بخواین بگید که اومدم که یک بار دیگه زندگی رو از اول و خوب شروع کنم، حتما بهتون کمک میکنن. و اون موقع است که با همدیگه کاری کنیم که اعتیاد رو، تشکل علیه اعتیاد باید به وجود بیارید، کاری کنید که دوستانتون، جوانایی مثل شما، امید به بهتر شدن زندگی توشون تقویت پیدا کنه، متشکل بشن، مبارزه بکنن. و اینا چیزایی که تا جمهوری اسلامی هست. ببخشید من اتاق فرمان معذرت میخوام، من این دوستمونو قطع کردم به اشتباه. اگه این دوستمون مجددا زنگ زد، خواهش میکنم که ایشونو وصل بکنید. راه برای ما یکیه، ما باید حکومت از دست اینا بگیریم. ما فقط یه راه داریم. اگه از من میپرسید، اگه از حزب کمونیست کارگری ایران میپرسید، ما فقط یک راه میتونیم جلوتون بذاریم، یک راه، و اونم اینی که حکومت از دست این اوباش استثمارگر زال و سفت بیرون بکشیم. شما سلام عزیزم، شما رو خطید، بفرمایید. حال شما آقا جاوید، شما بسیار حرفات رو صحیح و بتیره، ولی راست بخوای ما در مورد سوریه که شما بگید یک ذره مشکل داریم. ما هیچ کس از این بشار اسد کثافت طرفداری نمی کنه، ولی مردم هم در ایران ببینن این، ببینید شما این سلفی ها میان سر کار، شما که میدونید بدتر از نظر بشار اسد، ببینید هیچ کس از بشار اسد جرایی کرده شکیدید. بله بله، شما که میدونید این گروه شام و چه میدونید والا، بله درسته، بله اینو من حتما توضیح میدم، الان توضیح میدم. 200,000 کشته، 200,000 کشته و نزدیک 5-6-7 میلیون آواره توسط با پول جمهوری اسلامی توسط بشار اسد به اون مردم تحمیل شده. اگه این گروه های وحشی، این گروه های نمیدونم حکومت شام، نمیدونم القاعده و اینا تو اونجا مثل جانور دارن رشد میکنن، هستند این ور اونور، به خاطر وجود حکومت آدمکش بشار اسد و حمایت جمهوری اسلامیه، به خاطر اینی که با بمباران‌های مداوم، با کشتارهای مداوم کاری کرده که دست اونا باز بشه، نه مردمی که بلند شده بودن برای آزادی و برای رفاه و برای کرامت انسانی علیه بشار اسد مبارزه می‌خواستن بکنن. با بمباران‌های مداوم کاری کردن که مردم نتونن بیان تو خیابون و مخالفین حکومت بخشن. می‌بینیم گروه‌های تروریست آدمکش طرفدار عربستان میشن. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. سلام عزیزم، بفرمایید. اول از همه میخواستم جواب این دوستمونو بدم که میترسه به صلاح میگه اگر جمهوری اسلامی بشه ما میشه مثل نمیدونم سوریه و الوبر. من خدمت یافا ارز کنم که اگر یکم چشم باز کنه و با دقت نگاه کنه، اولین چیزی که متوجه میشه اصلا یک پای تمام این تروریست ها، تمام این ظلم ها، تمام این به اصطلاح بدبختی ها تو دنیا و این کشورهای اطراف خود جمهوری اسلام. اگر ما یک قدرتی داشتیم، اگر ما یک قدرتی داشتیم و مثل یه صفحه نقاشی این جمهوری اسلامی از این دنیا پاک می‌کردیم، همزمان با پاک کردن این، من مطمئن هستم 100% و هر کسی یک ذره فقط فکر کنه به این نتیجه میرسه که القاعده ضعیف میشه، نمیدونم حماس از بین میره، بشار اسد سقوط میکنه، نمیدونم تقریبا من فکر کنم که از اون 30 سال پیش تا الان که اینا اومدن و به حقوق و به ثروت ایران و به ثروت این زحمتکشای ایران دست پیدا کردن، یعنی تمام اینا 30 سال پیش به این ور رشد کردن، همه نابود میشن، دقیقاً بلا استثنا.
بله. و یه نکته من میخواستم در رابطه با این موضوعتون بگم، اونم اینه که الان باید توجه داشته باشیم که رئیس جمهور قبلی ما جناب آقای احمدی نژاد اگر خودش رو هم میکشت نمیتونست این به اصطلاح جمهوری اسلامی رو به این ترتیب ادامه بده و فقر و بدبختی و گرانی و نمیدونم این مسائل و مشکلات بیشتر از اینی که هست ادامه بده. برای همین آقای روحانی رو آوردن وسط که با متوهم کردن مردم، یه بخشی از مردم که بهش به اصطلاح متوهم شدن و گفتن آقای روحانی مثلا تو برو اصلاحات برای ما بکن و فلان، الان این آقای روحانی این به خودش اجازه داده که مثلا بیاد بگه چی؟ بگه که من دیگه کاری به چیزای رفاهی و نمیدونم امکانات رفاهی و مردم ندارم و میخوام تورم مثلا از من دارم که من به اصطلاح اینو میخوام قطع کنم، من حقوقا رو نمیخوام اضافه کنم و مردم باید حواسشون جمع باشه و بفهمن که احمدی نژاد و روحانی در حقیقت دروی یک سکه هستن. وقتی که این روی سکه که احمدی نژاد بود دیدن که آقا کارسازی نداره، اون روی سکه رو آوردن. همونطور که خاتمی رو آوردن، اومد صحبت آزادی رو نمیدونم فلان کرد، بچه های مردم از بالای پل انداختن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، هیچ حرفی نزد، پشتشون رو خالی کرد. این هم همینطور. و مادامی که به همون اندازه که مردم توهمشون از جمهوری اسلامی برداشته بشه، به همون اندازه مبارزه با جمهوری اسلامی آسان‌تر و ساده‌تره. خیلی ممنون. فقط همین رو میگم. بله. نه جملتون رو تموم کنید، خواهش میکنم جملتون رو تموم کنید. میگم من فقط اینه میگم، این خیلی مهمه. یعنی جمهوری اسلامی وقتی که خرش گیر میکنه، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش داره، میاد یه طوری یه کاری میکنه، مثلا خاتمی رو میاره یا مثلا نمیدونم روحانی میاره. حالا بعد از روحانی خبر مرگش، وقتی که 6 ماه گذشت دیگه همه که شناختنش، یک خر دیگه رو میاره که بدتر از این. مردم نباید فریب بخورن. مردم باید بفهمن که اگر رفاه میخوان، اگر خوبی میخوان، اگر خوشی میخوان، باید که کل جمهوری اسلامی به درک واصل کنه. درسته. خیلی اون آقایونی که اون خارج نشستن یا خانمی که اومد گفت که در ایران همه اینطور هستن اینا، پس میگم آقا اگر تویی که داری میگی اینطوره که مردم همون چیزی که شما میگی، مردم نمیدونم میترسن و حرکت نمیکنن، دنبال تشکیلات خودشون هستن، پس چرا اینقدر اعدام میکنن؟ پس چرا اینقدر ارتش میارن، هزینه میکنن، پاسدار میارن؟ پس چرا من کارگر وقتی میخوام بگم آقا روحم میخوام، تمام نیروهاشون از شهرهای دیگه بسیج میکنن میان مثلا اهواز؟ بله. اگه اینطوری که شما میگی. بله بله. پس اینطوری که شما میگی نیست. دقیقاً. مرسی عزیزم، خیلی ممنون، مرسی که صحبت کردید. بله، نکات مثبتی دوستمون بهش اشاره کردند، اما بله شما رو خطی دارید، بفرمایید. الو. بفرما. گوش میدم. سلام آقای جاوید. سلام عزیزم، شما رو خطی، صحبت کنید. حال شما خوبه؟ ممنون، من خوبم، بفرما صحبت کنید. آقای جاوید شما ببینید که فقر تو ایران داره چیکار میکنه با این مردم. روز به روز همه جنسا همه چیز داره گرون میشه. خب اینا هی دارن میگن که ما نه درست کردیم، تورم اینجوری شده بلان شده، الان تورم بالای 40% شاید بیشتر 50%. بله بله. خب بله من میشنوم، صحبت کنید، من صحبتاتون رو میشنوم، گوش میکنم. بله. من خط رو قطع کردم. بعد تو این مملکت نتونستم یه کاری پیدا کنم برم سر کار که شغل داشته باشم، امنیت داشته باشم، آرامش داشته باشم. بله. خود این نظام، خود این جمهوری اسلامی میخوان این مردم تو احتیاط باشن، تو فقر باشن، تو بدبختی باشن. بله. خودشون دزدی کنن، آقازاده ها دزدی کنن. بله. چرا به داد این مردم نمیرسین؟ آخه حرف زدن که کاری درسته میکنن. بله. من. باید به داد این مردم رسید، باید اساسی نشد، نمیدونه از طرف ولیعهد باز باشه، از طرف هر کسی، هر شخصی. در حال به داد این مردم برسید، خیلی شرایط بده. شما اگه بله بله میکنه. بله من سوالم از شما اینه، به عنوان یه جوان
اگه جامعه دست شما جوونا آدمای مثل شما باشن و شما تصمیم گیرنده باشید، شما بگید که چی کار باید با این من با از نظر اقتصادی این بودجه رو کجا صرف میکنین؟ ببین آقای جاوید، من اینا خدمت شما عرض کنم که اینا با تخصصی روش کار بشه. بله. اقتصاددانای قدیم خود آدمای تحصیل کرده خیلی باسواد چیز اومدن اون ور آب که تو خود ایران هستن، اونا هم که با تصمیم بگیرن این بودجه این پولا کجا خرج بشه که اینقدر فقر و بیکاری بیداد نکنه تو این مملکت. بله بله. اونایی که تخصص دارن. بله، یعنی اگه آدم تخصص نداشته باشه، مثلا شما تخصص ندارید، یعنی اگه یک گوش یک لحظه، اگه یعنی یه آدم خیلی باسواد خیلی اقتصاد خونده ای، اگه مثلا تو اقتصاد بود میتونستم نظر بدم، این هم نمیتونم الان نظر بدم. بله. اونه که الان هیچ تو این مملکت سر جای خودش نیست. بله. خامنه ای باید بیاد بره بشینه تو این مملکت روزه خونی کنه، نبیاد داره مملکت داری کنه. درسته. اون آقای روحانی همینجور، آقا هاشمی رفسنجانی همینجور، یا ناطق نوری همینجور. بله. نه که باید بیان برن بشینن همونجا درسای اگه راست میگن نمیدونن این قرآن رو تدریش کنن، چه دست بره که مملکت داری کنن. بله. ما میگن آدم تحصیل کرده داریم، میگن آدم اقتصاددان داریم، پروفسور داریم، دکتر داریم. من سوالم از شما اینه، اگه یک آدم پروفسور اقتصاد خونده و درس خونده و دانشگاهی بیاد اینا رو همه برن بیرون، از این آخوندهایی که شما به درست گفتید جاشون توی این دولت و توی امکانات به اصطلاح مراکز دولتی نیست، همه برن بیرون، یه تعدادی بیان همشون اجازه همشون بیان و با هم تصمیم بگیرن، همشون هم تحصیل کرده، همشون هم فوق و دکترا داشته باشن و به این نتیجه برسن بودجه نداریم، مردم باید بهداشتشون پایین باشه، مردم تحصیلشون پایین باشه، مردم نمیدونم مواد غذایی باید تو این مملکت گرونتر و گرونتر باشه، شما اینو قبول میکنین؟ شما اینو قبول دارید که آدمای متخصص بیان بگن این فقر و بدبختی و این نداری و این بی‌بهداشتی حق مردمه؟ بله. بله، آدم ها متخصص باید بیان، باید تخصص داشته باشن که بتونن بیان این مملکت رو پا. من فکر کنم که محمد رضا شاه پهلوی در دوره خودش واقعا تخصص داشت. الان من صحبت میکنم، مرسی. بله، همینه، دقیقا میخواستم اتاق فرمان یک دقیقه به من اجازه بدید، یکی دقیقا اینه، جامعه اینجوری نیست که هر کس تخصص داشته باشه، هر کس تحصیلات خوبی داشته باشه، هر کس، بله، جامعه رو تکنیک رو باید با تخصصی داری کرد. کسی میشینه پشت این دستگاه و امکانات تلویزیونی رو میذاره که شما مردم ما رو تو خونه هاتون ببینید، باید تخصص این کارش رو داشته باشه. ولی سر فقر و گرسنگی و عدالت اجتماعی و بهداشت و همه آدما میتونن، به نظر من همه تخصص دارن. همه میدونن گرسنگی یعنی چی، همه میدونن اگه بهداشت نداشته باشن یعنی چی. اون کارگری که صبح میره تو کارخونه کار میکنه و تخصصش رو تو اون بخش استفاده میکنه و نیروی ذهنی و آموزشیش رو میذاره که میدونه چجوری به اصطلاح یخچال بسازه تو این مملکت، چجوری ماشین نمیدونم سنگین یا سبک بسازه، چجوری خونه بسازه، اینا تخصص دارن. ولی وقتی بهشون میگی که چجوری میخوای زندگی کنی، یک کسایی میان به قول این دوستمون محمد رضا شاه تخصص داشت و چرا تو اون مملکت مردم از فقر و بدبختی داشتن میمردن؟ چرا تو اون مملکت یک عده محدود میلیاردرهاش بودن و بخش زیادی از اون جامعه تو ایران تو دچار فقر و نابرابری بودن؟ چرا؟ حکومت شاه خیلی خوب بود، حکومت سواک خیلی خوب بود، تخصص داشتن که مردم رو سواک تمام زندگی مردم، اگه میگفتی کوچم آسفالت نیست چرا اینجوریه، سواک فردا بالای سرت بود. اگه میرفتی سینما سرود شاهنشاهیشو میخوندند و اگه شما حاضر نبودید بلند شید، فردا سواک نیروی سرکوبگرش، نیروی آدمکش و شکنجهگرش بالای سرت بود. با تخصص بود میشه که آدم ها خوشبخت بشن؟ یا باید به انسانیت اعتقاد داشته باشی؟ یا باید بگی که
یک جامعه آزاد اولا همه سعی میکنن، دانش آزاده برای همه، مجانیه، تحصیل برای همه مجانیه، همه بچه ها حق دارند درمان مناسب داشته باشند، بهداشت مناسب داشته باشند، تغذیه مناسب داشته باشند و تحصیل رایگان داشته باشند. بانک جهانی همشون، صندوق بین‌المللی پول، صندوق بین‌المللی پول، همشون متخصصند، همشون درس خوندند، همشون تحصیلات بالایی دارند، اما راه حلشون برای همه کشورها ریاضت اقتصادیه. ریاضت اقتصادی میگن که اگه وام میخوای دولت ایران، دولت یونان، دولت ترکیه، اگه از صندوق بین المللی پول وام میخوای باید بهداشت بزنی، باید درمان بزنی، باید بیمه های درمانی رو بزنی، باید سوبسیدها رو قطع کنی تا وام بگیریم. چین از یک جامعه فئودالی، ارباب رعیتی، به بزرگترین کشور صنعتی دنیا تبدیل میشه. همشون هم تحصیل کردن الان تو چین، کسایی که دولت و حکومت میگردونن، اما یک بردهداری رو دوش در واقع ارزونترین کارگرا، رو دوش بردگی مردم دارن اون اقتصادشون میگردونن. پیشرفت اقتصادی همراه با فقر گرسنگی مردم بده چه درد میخوره؟ جامعه آزاد و انسانهای برابر میتونن توی اقتصاد هم پیشرفت بدن، علم هم پیشرفت بدن و خودشون هم همه مردم سهم ببرن ازش، نه سهمشو 1% از مردم از سرمایه دارای آمریکا ببرن. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. سلام. سلام عزیزم، بفرمایید. آقای جاوید. بله بفرمایید. شما جانی اون ور هستی، اون خودتو داری، کار خودتو داری، ما این ور داریم از سیوی میکشیم، من بدبختی میکشیم، خبر ما رو که نداری. چرا خبرتو ندارم؟ از کجا میدونی خبرتو ندارم؟ چرا ندارم دیگه؟ وقتی که ما یه دست داریم، دو دست داریم، جانی اون ور پشتت کرسه، ما حرف بزنیم، فردا مأمور میریزه دم در خونمون، خبر نداری دیگه. خب ببندم تلویزیونو بهتره؟ این تلویزیونو ببندم، یعنی از فردا این تلویزیون کانال جدید که الان شما اومدید دارید حرف میزنید خاموش کنم بهتره؟ به نفع شما است؟ نه به نفع ما نیست، به ضرر ما نیست. خب ما یه جوونی هستیم، لیسانس رو گرفتیم، داریم کار میکنیم. بله. سر ساختمون داریم کار میکنیم. بله بله. خودتون زیاد داریم میسازیم. بله. نمیتونیم بحث سیاسی کنیم جناب. بله من ولی شما میایین رو تلویزیون، رو همین تلویزیون میگید یه لیسانس بیکارم، میگید که زندگیمون سخته و آدمای دیگری مثل خودتون و صداتون رو به گوش آدمای مثل خودتون میرسونید، درسته؟ و منم از اینجا بهتون میگم، من که تلویزیون اگه جمهوری اسلامی آدم کش قاتل نبود، من این تلویزیون رو تو ایران میذاشتم که شما هم بتونید بیاید تو تلویزیون وایسید 24 ساعت حرف بزنید. من باید باشم، این تلویزیون باید باشه تا مردم ایران صداشون به گوش هم برسه. اگه این تلویزیون، اگه این امکانات رادیویی که ما داریم، این تلویزیونی که ما داریم نبود، که اونجا یک گورستان تبدیل میشد عزیز من. خب حرفت درسته جناب، وقتی که ما میایم بحث سیاسی میکنیم، فرضش مأمور بیاد دم در خونه، از شهر انزلی تماس میگیریم، شهر کوچیکیه ولی خب تازه منطقه آزادش کردن، بله. از کوچه‌ها صدا نمیرسه به گوش شما. بله. به خدا ما هر کاری بخوایم بکنیم، مأمور میریزه دم در خونه، فقر، فساد، واقعا ما داریم تو ظلم زندگی میکنیم. شما جات خیلی راحته به خدا. خب من چیکار کنم؟ من میگم من جام راحته، من جام راحته، بله اینجا کسی نمیاد منو دستگیر کنه برای حرف زدنم، ولی اینجا مردم مبارزه کردن که کسی نتونه بیاد دستگیرم کنه برای اعتقاداتم، برای حرفام، برای مبارزم. اینجوری نیست که مثلا دولت اینجا همینجوری خیلی خودش خیلی خوب بود، مردم جنگیدن برای این آزادی که امروز دارم. ما باید راهی جز بودی خود... من اونجا بودم عزیز من.
من اونجا بودم، من تو زندان رشتش بودم، نیرو دریایی رشت، من در زندان لنگرود بودم، من در زندان آمل بودم، من در زندان رودسر بودم. تمام زندان‌های جمهوری اسلامی رو حداقل تو منطقه شمال یکی یکی دیدم، برای اینکه نمیخواستم جمهوری اسلامی تثبیت بشه، برای اینکه نمیخواستم این جمهوری اسلامی عمرش زیادتر از این بشه، برای اینکه من میخواستم امثال مثل من میخواستیم با کمک شما مردم حکومت اسلامی رو سرنگون کنیم. ما راهی جز سرنگونی اینا نداریم. 30,000 تومان شیر خشک 2,000 تومانی شده 20,000 تومان. بله. نون 100 تومانی شده 500 تومان، 1,000 تومان. ما با این ظلم واقعا نمیتونیم بسازیم. بله. دنبال راه چاره ایم. درسته، من صحبت میکنم. مرسی زنگ زدی، آفرین زنگ زدی. من بهت افتخار میکنم که زنگ زدی و حرف زدی. با همه بله ممنون. از یه نظر یه چیزی رو درست میگن، میگن راهمون چیه. من میگم راهتون پیوستن به این حزب کمونیست کارگری ایرانه که میگه با هم دست در دست هم متحد هم پشت به پشت هم این حکومت مجبوری سرنگون کنیم. شما رو خطید، بفرمایید. الو سلام آجاوی. سلام عزیزم، بفرمایید. آجاوی فکر کنم که من دیگه شارژ ندارم، چند کلمه میخواستم سریع صحبت کنم. بفرما. ما از روز اول گفتیم آجاوی، از روز اول گفتیم اینا در برابر مردم متحدن، همشون سرزایی کردن، هر اختلافی هم داشته باشن در برابر مردم متحدن. تا از آن اگه امروز اعدام نکرده باشن 425 نفر اعدامی داریم در زمان آقای خمینی. روحانی آزادی مطبوعات هیچی، آزادی تشکل هیچی، سرکوب زنان بازم در خیابان ها انجام میشه، برای اقوام هیچی، همه چی داره وزارت اطلاعات، سپاه، ارتش، شورای نگهبان، نیروی سرکوب انفجاری، مجموعه تشکیل و وقت زدان رهبری، هیچ برای مسکن مردم، هیچ برای بهداشت عمومی داره درمان، هیچ برای بیمه بیکاری، هیچ برای سمتردان فاصله طبقاتی، هیچ برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران، کارمندان، معلمین، پرستاران، اینا همشون سلسل یک کرباستن و برابر مردم هم مختلف هست. ما مردم باید تمام اینا رو جارو کنن. اینا حتی وقتی از دست جمهوری اسلامی هست برای میکنن، اینا میان خارج از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، برای مردم هیچ فرق دارن، همه چون یکی هست. مردم باید این رو ببینن، دیگه فرید نخورن، دیگه فرید نخورن، مختلف بشین، اینا رو از سر خودتون کم کنین. بله. شما اگه هنوز کارتتون هست، من یه سوال از شما دارم. اگه جامعه دست شما باشه، جوانای مثل شما باشه، اگه جامعه این مملکت، این دولت دست آدمای مثل شما باشه، شما بودجه رو چجوری تقسیم میکنید تو مملکت؟ عمومی مردم در اولویت قرار میگیره، مردم وسیله تحصیل مردم، بیمه بیکاری مردم، فاصله طبقاتی رو باید کم کرد، باید همه چی رو دخل دست مردم قرار داد. این مردم همه چی دارن، سرمایه‌دارا هیچی، زادی سفدا هیچی، آخوندا هیچی، همه چی رو باید دست بله. کارتشون تموم شد. این دوستمون گفته بودن که کارت کمی دارند و ما هم در واقع اینقدر بیرحم بودیم که نذاشتیم یه ریال دیگه تو کارتیشون باقی بمونه، ولی خب خوشحالیم از اینکه این دوستمون اومد رو خط و نظر دادن. شما رو خطید عزیز، بفرمایید. سلام، خوب شب بخیر. ببخشید جاوید، باز مزاحمتون میشم. خواهش میکنم عزیز. من از کنم خدمتتون جناب جاوید، ما توی کشوری زندگی میکنیم که مردمش اعتماد به حکومت ندارن. درسته. به این دولت ندارن. چرا؟ چون میدونن رأیشون هیچ وقت درست خونده نمیشه. اصلا اعتماد ندارن. من نمیدونم وقتی یه رژیمی که نمیتونه مردم خودشو اعتماد سازی کنه، چطور میتونه جامعه جهانی رو براش اعتماد سازی بکنه؟ شما نگاه کنین الان 10-15 سال سازمان بین الملل داره دور خودش میچرخونه به خاطر انرژی اتمی. یه توافقنامه 6 ماهه با هم قرارداد بستن، 5+1 به علاوه ایران، متاسفانه همین الان داره میزنه زیرش. شما نگاه کنین الان کنگرس آمریکا چرا اومد دو مرتبه اون شرکتایی رو که تحریم رو رعایت نکردن دو مرتبه تو لیست سیاه خودش قرار داد. کدوما رو؟ نیروی قسمت هواپیمای ماهان رو. ماهان کارش چیه؟ ماهان کارش دزدی
کشیدن بودجه ایران و فرستادن اون به سوریه. یعنی چه؟ یعنی دارو، یعنی غذا، یعنی اسلحه. خب اینا از کجا میان؟ با پول من بدبخت میان. یعنی همین بودجه که بچه من بی سواد در میاد. زن من اگر مریض شد، بچه من اگر مریض شد نمیتونم ببرمش دکتر. برادر من اگر معتاد شد نمیتونم ببرمش درمانش کنم. بابای من اگر مریض شد نمیتونم ببرش بیمارستان بستریش کنم. یعنی من اگر فردا بازنشست شدم کسی نمیاد از من، نمیدونم برای بازنشستگی، دوره بازنشستگی من هیچ که فکری نکرده، پولی نیست که بیان منو تامینم کنه دوره بازنشستگیمو. بله. بچه بیچاره من که با پول بدبختی من داره میره مدرسه، یک وعده غذای گرم کسی بهش نمیده. یعنی این خب اگر آمریکا اومد تو لیست سیاهش این هواپیمای ماها رو قرار داد، یعنی شما باید بیاین توافقنامه 6 ماهه رو به هم بزنید و مملکت رو به سرحد جنگ بکشونید. خب بابا جون، یا به صد ریختن گفتن جنگ تموم، شما دو مرتبه دارید میرید سمت جنگ. بودجه رو وقتی میدین به ارتش، به سپاه، به بسیج، یعنی چی؟ یعنی سر جنگ داریم با دنیا، یعنی با هم داخل، یعنی هم سیاست داخلیتون زد خراب شده، پوکیده، منفجر شده، و هم سیاست خارجیتون. خیلی ممنون عزیزم. خیلی ممنون، خدا ممنون، مرسی. بله، دوستای عزیزمون، دوستای زیادی رو خط هستند. بنابراین برنامه‌مون نیم ساعت دیگه ادامه داره. این بحثی که ما تو اینجا مطرح کردیم، بودجه سال 93، بودجه سرکوب و فقر، و ما توی صحبتامون اینو بهش بودجه وحشت از مردم گفتیم، بودجه حکومت نظامی بهش لقب دادیم، حکومت بودجه فقر و فلاکت مردم، بودجه خرافه و بودجه‌ای که هیچ ربطی به آسایش مردم نداره. و نگاه میکنیم که بودجه پس دارن، بودجه به قول دوستمون میلیون ها دلار خرج این کردن که اورانیوم وارد کشور بکنن و هیچ جا ثبت نیست. اگه متوجه باشین از همه دولت ها وقتی میخوان اون رقبا از طرف دیگه مثلا میخواد مچ بگیره یا مثلا بگه اینا یه پولی معلوم نیست کجا صرف شده، بخشی که همینجوری معلوم نیست، همینجوری زیرمیزی به همدیگه باج میدن و میلیون میلیون دلار به همدیگه باج میدن اونا، بخش زیادی صرف همین کارهای هیچ کجا بودجه ای نیست که اینا چقدر پول مثلا قانونا دارن به گروه های تروریستی در عراق مثلا میدن، یا بودجه ای نیست که بگن بودجه سال 93 اینقدر میلیون دلار پول میره برای حزب الله لبنان. اینا تازه بخشی از اون دزدی هاشونه که آشکار نیست، جلوی چشم مردم نیست. بنابراین ما حق داریم، ما حق داریم اعتراضاتمون رو جلوی مراکز دولتی، جلوی شهرداری ها و فرمانداری ها و جلوی مجلس ارتجای اسلامیش و جلوی تمام مراکزش، جلوی در کارخونه ها اعتراضمون رو اعلام بکنیم، سازمان پیدا بکنیم، متشکل بشیم سر این چیزا، بگیم اگه بودجه نداری که بودجه حقوق کارگرا رو بدی، حقوق معلمانو میگن که بذارید اینجا من جزء یادداشتامه، میگه حق الزحمه معلمان 4 ماه پرداخت نشده، بسیاری از مدارس پول آب و برق و گاز رو ندارن بدن. بعد همین بودجه میگه که معلمین چشم به راه بودجه سال آینده نباشن که وضعشون تغییر پیدا کنه. شما رو خطید، بفرما عزیزم. سلام عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، بفرمایید. خوبی؟ سلامتی؟ ممنون عزیزم، مرسی. من یک گفتم که تازه حرف زد، همه حرفاش رو قبول دارم، خب؟ بله، گوش میدم. حزب الله حکومت اسلامی رو قطع کنید لطفا. اتاق فرمان شنیدین؟ بله. موضوع برنامه‌مون یه جداله. از یه طرف اوباش اسلامی رو خطن، الان 12 نفرشون رو خوشبختانه ما اینجا
داشتیم یه واقعیت نشون میده. هیچ کدومشون دوبار زنگ نمیزنن یا به هر حال نیومدن. 12 نفر از آدمهای حرفه‌ای، آدمهای آدمکش، چون اون بخشی از فوشاشونو که ما پخش نمی کنیم ماهیت کثیف اینا رو هم نشون میده. چرا با این همه به اصطلاح انگیزه میان روی این خط، با این همه به اصطلاح نیرو وقت میذارن میان روی خط؟ چرا فکر نمی کنید وحشت، وحشت از من و تو که مخالف حکومت اسلامی هستیم؟ شما رو خطید، بفرمایید عزیزم، شما رو خطید. خسته نباشید. ممنون عزیزم، صحبت کنید. میخوام ببینم در رابطه با نیروی جمهوری اسلامی چه نظری هم داره در مورد صحبت میکنه. آره، فکر نمی کنید که ما حق داریم توی جامعه زندگی کنیم، مردم راحت باشن، بهداشت داشته باشن، تفریح داشته باشن، خوشبخت باشن، غذای کافی داشته باشن؟ ها؟ چی؟ نفهمیدم، نشنیدم. مردم راضی هن؟ آره، من 90% مردم خیلی هم راضی هن. آه باشه، پس شما جواب منو دادید. پس من الان تلویزیون رو خاموش میکنم. الان فهمیدم 90% مردم راضی هن، ولی شما به جای اینکه بودجه بهداشت اضافه کنید، بودجه نیروی انتظامی رو اضافه میکنید، درسته؟ دلیل نمیشه این حرفا. احمد، تو راضی از زندگیم؟ خیلی هم راضی هستی. تو راضی هستی، معلومه تو چرا راضی هستی. تو راضی هستی. 12 نفر پیش از تو هم زنگ زدن، اونا هم راضی بودن، یعنی یک طرفدارای حکومت، یعنی کسی که بودجه اون تامین بشه معلومه راضیه. شما شغلت چیه؟ سپاهی؟ همتون شغل آزاد دارید؟ همه کسایی که یکی نمیاد بگه که من معلمم، یکی نمیاد بگه که من تو دانشگاه درس میدم، همشون شغل آزاد دارن. جالبه، تمام سپاه پاسدارایی ها شغلشون آزاده، تمام مدافعین سینه چاک جمهوری اسلامی حکمشون شغل آزاد دارن. چه جالبه. شما رو خطید، بفرمایید. الو، سلام آقای جوید. سلام، بفرمایید. خواست نباشید. ممنون، بفرمایید. آقای جوید، من از طرف همه کارگران تماس میگیرم. من یه جوان تحصیل کرده که الان کارگرم، افتخار میکنم که من یک کارگرم. نه، جمهوری اسلامی داره حق منو پایمال میکنه. نه، حق تمام کارگران رو پایمال میکنه. نه، ولی ما با تمام قدرت میایستیم، مبارزه میکنیم که این جمهوری اسلامی از بین بره. آفرین. ما تو انتخابات رأی نمیدیم، رأی ندادیم، فقط میخوایم حکومت کمونیست کارگری فقط تو ایران صادر بشه. ما کارگران همیشه تلاش میکنیم، تلاش هم کردیم که همیشه بهترین و این جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. آفرین، درسته. بیشتر از مردم خواهش دارم که کمونیست کارگری رو بیشتر. الو. بله، گوش میدم عزیز من. بیشتر کمونیست کارگری رو کمک کنید به تشکیلاش و همه کارگرها، چون همه ما الان داریم زیر فقر زندگی میکنیم، زیر خط فقر زندگی میکنیم. همه ما گرسنه ایم، خود جوان من الان بیکارم. بله. برای انتقادات خودم مبارزه میکنم. بله بله. الان شما به عنوان یه جوان، شما یه جوان، حکومت جمهوری اسلامی رو ما سرنگون کردیم، اون حکومت مورد علاقه شما رو کار اومد، میگن برای وضعیت جوانا رو باید به اصطلاح بهبود پیدا کنیم، شما به عنوان یک جوان چطور فکر میکنید که میشه، چه کار باید برای جوانا کرد که اونا راضی باشن از نظر شما؟ الان اشتغال نداریم، کار نداریم، بیکاری داریم. من همه تحصیل کرده ها نمیدونیم، لیسانس، فوق لیسانس. الان خودم یه مهندس هستم ولی بیکارم. من کار نداریم، توی ایران هیچ کاری نیست که انجام بدیم. خواهش همینه که الان فقط جوان ها، ای جوان ها که شما هستی، همه تون برای حقای خود مبارزه کنید، برای حقوق خود مبارزه کنید. بله. بله، خیلی ممنون عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، مرسی.
من فکر میکنم اگه جامعه دست ما باشه مثل این که همجوری خونمون دست خودمونه. اگه جامعه رو مثل خونه خودمون ببینیم، اگه تمام آدمهای تو جامعه رو همه رو بدون استثناء مثل خانواده خودمون بدونیم، از پدر و مادر تا برادرها و خواهرها و تا خواهرزاده ها و تا برادرزاده ها، ببینیم با ما با چه شور و هیجانی برای زندگی خودمون، برای بهبود زندگی خودمون تلاش میکنیم. اگه جامعه رو اینجوری ببینیم که ما میخوایم اینجور جامعه به وجود بیاریم و ما میتونیم با تمام امکاناتی که تولید میکنیم نگاه کنیم کجا جامعه نیاز داره. اگه جامعه از نظر مسکن بیشتر محتاجه، اگه مردم در خونه های بسیار غیر بهداشتی زندگی میکنن، در خونه های تنگ و کوچیک زندگی میکنن، هر چند نفر تو یه اتاق باید باشن، جامعه فکر و تلاشش و استعدادش رو میذاره اینه که فورا خونه سازی بکنه. چون ما قرار نیست یه حساب بانکی برای آدم هایی که دولت بعدی رو تشکیل میدن داشته باشیم که اونا میلیاردر باشن، برای نصفشون بچه هاشون سران حکومت اسلامی تو خارج دارن زندگی تحصیل میکنن، درس میخونن. اگه جامعه دست ما باشه و ما میخوایم جامعه دست ما باشه و ما میخوایم جامعه دست کل مردم باشه، جامعه ای باشه که ابراز عقیده آزاد باشه، مهم نیست علیه کی، مهم نیست کدوم شخص، مهم نیست کدوم مذهب، یا کدوم مهم نیست کدوم قهرمان ملی، جامعه آزاد باشه علیهشون حرف بزنه، نقد کنه، رو رادیو و تلویزیون حرف بزنه. مقدس از این معنا نداشته باشیم ای شما علیه فلان رئیس جمهور اومدید علنا حرف زدید و نقدش کردید، گفتید لیاقت نداره، پس بنابراین جاش زندانه. زندان سیاسی مطلقا تو اون مملکت از بین باید بره. برای اینکه فقر و بدبختی و نداری رو بخوان تامین بکنن و تضمین بکنن، زندان سیاسی باید داشته باشیم. نگاه کنید، روزی نیست که ما در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی تو ایران نشنویم. روزی نیست تو اون مملکت جوانای واقعا هیچی از زندگی ندیدن و نفهمیدن. محمد رضا حداد، جوونی که فکر کنم تو سن 13-14 سالگی از اون موقع تو زندانه، الان به مرز 18-19 سالگی رسیده، خانوادش تقاضا میکنن از دنیا که جلوی اعدام عزیز ما رو بگیرید. اعدام تو مملکتی که هر روز 2 ماه 3 ماه از حکومت این قاتل اسلامی روحانی نگذشته که نزدیک به 300 نزدیک به 400 خورده این نفر بالای دار رفتن. 400 خورده تو دنیا سابقه نداره، تو هیچ کشوری، تو هیچ کشوری سابقه نداره این همه اعدام در طول روز. یک جمعیت 70 میلیونی و در عرض 3-4 ماه نزدیک به بیشتر از 400 نفر اعدامی. چرا؟ به خاطر اینکه این جامعه اساسش غیر انسانی اداره میشه. اساس این دولت، اساس و مناسبات این دولت بر اساس بی‌عدالتیه، بر اساس زوره، بر اساس وحشیگری اسلامیه، بر اساس وحشیگری سرمایه‌داریه. میگن یاد فلان پادشاه نمیدونم فلان کس بخیر. خوشبخت اون جامعه رو تو اون دوره نشونمون بدید. بدید بهتون میگم امروزم آقای رضا پهلوی داره از پول سال 57 که با خانوادهشون فرار کردن در آوردن داره از اون میخوره. شما رو خطید بفرمایید. شما رو خطید عزیزم بفرمایید. گوش میدم عزیزم. ممنون. من سوال دوحالی دادم. دادم من 13 سال هستم درست کنم که آخر کدن یک سرای دار بودی 700 من رو بگیدم. آخرین این بعد که بود ما ایجاد کرده بخودش هیچ کرد این وضعیت راضی نیست. تو که پا میشی از خواب تا از مردم لحن میترسم این حکومت اسلامی. بله. بعد دیگه اصابی سیستم برمانی شدن از این وقت. بله. پدر من سرسوسی سالش بیمه نداره. بله. داره با این وانت را میسته نمیتونه خرج خودش رو بدن خانواده شو. بله. خدا قسم به شرف هم 15 ماه من لباس نخریدم.
ما این همه گلو میکنم نه آخه نه کارگر از این وضعیت راضیه نه کشاورز نه دامداز هیچی آخه ما باید چیکار کنیم به کی بدیم یارو نه گناه من چی که من کارگر به دنیا بیام و کارگر هم از دنیا برم این همه بوجه رو چیکار میکنن دقیقا داستان که بود ما چهار تا نهت کنیم نتونیم رئیس دانشگاه رو ببینیم این چهار تا همه بعد ما چی هم میزنیم مشکلاتمون رو میگفتیم بله اما من فکر کسی نیست کی بگیم اینا رو یا باید برن یا باید یه روزی ما همه مردم یه قراری بذاریم همه مردم در جان از خون آلویتیم توی خیابونا اینا رو بیرونشون کنیم اینا باید بیان ببینم وضعیت مردم اصلا کسی نیست یاد این همه بدبختی و فلاکت مردم رو ببینه نمیره کانه در دو روز کار میکنه هر روز هفته رو بیکاره با این باید میشه زندگی کرد اینم میگن زندگی آخه این جوونیه که من دارم میکنم واقعا من نمیتونم گناه من چیه من چه حال گردم آخه که باید وند رو داشته باشم خیلی ممنون لطف کردی خیلی خوشحال شدم اومدید رو خط از دوستان از بقیه رفقای خودتان بخواید که این برنامه رو گوش بکنن پای تلویزیون کانال جدید باشن با کانال جدید در تماس باشن با حزب کمونیست کارگری که خواهان یک جامعه انسانی و برابر برای همه هست تماس بگیرن این راه حل ما هست این راه چاره ما هست علیه این وضعیت دقیقاً. ممنون عزیزم خیلی ممنون شماره تلفنی رو که بینندگان عزیز رو صفحه تلویزیون میبینید شماره تماس با حزب کمونیست کارگریه اون حزبی که میخواد ما متشکل باشیم و برای انسانیتمون بجنگیم این بسیار مهمه جنگیدن و متشکل شدن برای همه چیز خواستند برای نمیشه حتی با یک تلویزیون هم نمیشه بگیم که خب ما داریم حرف میزنیم و شما حرفامونو گوش بکنید و این کافیه نه این کافی نیست برای اینکه این حرفای خوب برای اینکه این راه حل‌های درست به نتیجه برسه ما مردم الان جنبشی که کارگرا توی ایران تو خود ایران تو قلب ایران راه انداختن جنبش 2,000,000 تومان دستمزد ماهانه یه جنبش واقعیه تو خود داخل ایران تا الان 40,000 نفر تومار این کارگرا رو امضا کردن به این جنبش باید پیوست نمیشه این جنبش رو ندیده گرفت نمیشه دیگر کارگرا تو همه مراکز کارگری تو همه کارخونه‌های دیگه بگیم ما وضعمون خوب نیست ما از نظر اقتصادی در بداغونیم از نظر بهداشت و اینا وضعمون خوب نیست ما الگوهامون رو باید نگاه کنیم ببینیم این راه درستیه اگه میخوایم متحد بشیم یک راه متحد شدنه اگه میخوایم یک ریال به وضع زندگیمون بهبود بدیم این راهشه که کارگرها گذاشتن بنابراین ما میخوایم راه نشون بدیم و راههایی که ما نشون میدیم راههای نمیدونم خیلی عجیب غریبی نیست ساده و امکان پذیر شما رو خطید بفرمایید عزیزم گوش میدم سلام عزیزم بفرمایید ممنون عزیزم من خوبم مرسی گوش من خیلی تو رو دوست دارم خوب ممنون با ادبونه صحبت میکنی ولی فکر نمیکنی مردم خوب از رئیس جمهور همه راضی هستند تو خودت رو خسته میکنی نه من خسته نمیشم شما نگران من نباشید مرسی خیلی ممنون من خسته نمیشم من از نابرابری حرف بزنم خسته نمیشم من از فقر صحبت کنم علیه فقر صحبت کنم خسته نمیشم اصلا زندگیم یعنی همین من از علیه اعدام حرف بزنم خسته نمیشم
بفهم. نه خب ما هممون جونمون فدای رهبره، ما مملکتمون دوست داریم، هممون راضی هستیم. بله شما بی خودی خودتون خسته. شما فکر میکنید من بی خودی؟ شما فکر میکنید کارم تأثیر نداره؟ شما فکر میکنید کارم علیه جمهوری اسلامی بی تأثیره؟ سوال من اینه. شما فکر میکنید من کاری که من میکنم علیه جمهوری اسلامی دارم کار میکنم بی تأثیره؟ فایده ای نداره؟ بله. خب شما اینطوری فکر میکنید درسته؟ چرا وقت خودتو میگیری؟ شما چرا وقتتونو میگیرید؟ سوالم اینه. یه سوال جواب بده بعد با هم صحبت کنیم. چرا وقت خودتونو میگیرید؟ پولتونو خرج میکنید که بیاید اینو به من بگید. اگه کارم بی تأثیره، اگه فایده ای نداره، اگه جمهوری اسلامی از ما و از این کانال تلویزیونی و از این حزب کمونیست کارگری وحشت نداره و نمیترسه، چرا این همه پارازیت ول میکنه رو تلویزیون؟ چرا ماهواره های مردم رو جمع میکنین؟ چرا با تانک تو شیراز میرین رو ماهواره های مردم تو خیابون میریزید روش رو؟ نه هیچ جمع نکردن. من الان تصویر کاملا دارن، این همه دروغه. نه من الان قشنگ تصویر تو دارم، نه پارازیت داره. نه هرگز نداره. تلویزیون تو ایران، ماهواره تو ایران قانونیه، یعنی همه میتونین آزاد، شما آزادانه میتونید ماهواره داشته باشید، درسته؟ آزاده. پس قانونیه. قانونیه. شما اصلا ماهواره به خونه مردم نداری. آره ممنون، شما جواب منو دادید. ایشون یک واقعا یکی از اون بهترین آدمایی بود که جواب منو داد. پس بنابراین نه دیگه به تلویزیون کانال جدید احتیاجه، نه به آدم مثل من نیاز اینجا باشیم. همه چیز خوش و خرم. دولت روحانی اومد یه بودجه گذاشت، بودجه شون هم انشالله مردم باهاش به راحتی زندگی میکنن، بچه ها خوش و خرم در بهداشت کامل رشد و نمو میکنن، همشون تحصیلات عالیه، همشون درمان عالیه، همشون تغذیه عالیه، چون این دوستمون اومد که روحانی اومد همه چیز درست میکنه و ما بیکاره ایم و حرفمون بی تأثیره و نه ماهواره غیر قانونیه، همه آزادن. و من فکر میکنم فقط یک چیز، یه اشتباه کوچیکی دارن این دوستمون، مردم رو ساده گیر آوردند. البته من فکر میکنم وقتی بودجه حکومت اسلامی رو نگاه میکنی میبینی که اینا مردم رو ساده گیر نیاوردن، خودشون رو ببخشید به خریت زدن. جمهوری اسلامی و رهبراشون و مبلغینشون خودشون رو به خریت زدن. این به سادگی باید اینو گفت. شما رو خطید، بفرمایید عزیزم. صدای تلویزیونتون بلند عزیزم، اگه خاموش کنید میتونید صحبت کنید. الو صدای تلویزیونتون رو میتونید کم کنید لطفاً؟ الو بله، صدای تلویزیون این دوستمون خیلی بلند بود و من این نمیتونستم دقیقشون رو متوجه کنم که صدایشون رو کم کنن. این تعارف بردار نیست عزیز من. دوره ما قبل امکانات اینترنتی و تلویزیونی و رادیویی اینا نیست. نزدیک به 15-20 میلیون ایرانی، گوش بکنید، نزدیک به 15 میلیون و بیشتر شاید مردم به اینترنت دسترسی دارن تو ایران. یعنی چی؟ یعنی تو خونش میشینه تمام اخبار دنیا رو، تمام رویدادهای دنیا رو، از جمله رویدادهای ایران رو تو خونش میشینه و نگاه میکنه و میخونه. برید ببینید توی مثلا فیسبوک، ببینید چند صد هزار ایرانی جوان عموما نشستن دارن در رابطه با سیاست ایران، در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با دولت، در رابطه با مذهب، در رابطه با حقوق زن دارن حرف میزنن. حالا یه آقایی، نمیخوام چیزی به ایشون بگم، واقعا خودش فکر میکنه از غار سرش بیرون آورده، یه دفعه میگه مردم خیلی هم خوبن و نمیدونم همشون هم روحانی رو دوست دارن و همشون جمهوری اسلامی رو هم دوست دارن. آخه با کی دارید حرف میزنید؟ شما رو خطید، بفرمایید. شما سلام، بفرمایزم. گوش میدم عزیزم، بفرمایید. بله
وقت بسیار کمی برامون مونده. شما رو خطی بفرمایید عزیزم. گوش میدم عزیزم. بله. اتاق فرمان وقتی دوستایی که زنگ میزنن صدای تلویزیونشون خیلی بلنده. خواهش میکنم بله وقتی اگه بهشون تذکر بدید در غیر صورت دوستان من مجبورم قطعتون کنم چون صدای تلویزیونتون بلندتر از صدای خودتونه. وقت خیلی کمی مونده، 10 دقیقه به پایان این بخش از برنامه مونده. ما امروز میتونیم با این برنامه به طور روشن به یه نکته روش انگشت بزنیم، یه نکته رو برجسته کنیم، اینکه بودجه هست ولی بودجه سرکوب مردم. شما رو خطید بفرمایید. شبت بخیر کیوان جاوید. سلام عزیز. سلام بفرمایید. شما رو خطید. من میخوام به اون آقایی که اومد گفتش که شما خیلی معذبید من و خودش رو طرفدار جمهوری اسلامی معرفی کرد بگم که تو میتونی این سوال رو جواب بدی اگه تو خیلی به ادب اعتقاد داری، برو از اون اراذل قباشی که تو ازش داری دفاع میکنی بپرس چرا تو زندان ها به زندانی ها تجاوز میکنن من. چرا فوشای خار مادر و فوشایی که به درد جد آبادشون میخوره رو به زندانی میدن، چرا زندانی رو شکنجه و اعدام میکنن من. تو که طرفدار ادبی اول برو این چرا رو از اونا بپرس و جواب بده من. در ثانی تلفن میکنی تلفنیت مجانی در میاد ولی حاضر نیستی جواب کیوان جاوید رو بدی چون مجانی بارها زنگ میزنیم به این شبکه میدونیم کجاتون سوخته. شرم و حیا خوب چیزیه ولی شما ندارید و شما رو باید با زور به زیر کشید و مردم این کار رو خواهند کرد. اگه هنوز باور ندارید خواهید دید، اگه سنتون کمه مطمئن باشین در نسل شما اتفاق میفته به زودی. درست. امید اون روز. درود بر شما. خیلی ممنون. مرسی. بله بله ما بله ما مجبوریم، ما مجبوریم، این از انسانیت ما هست که با اولین عصبانی شدن با یک کسی به مادر و خواهر و عمه و نمیدونم مادر بزرگ و زن و ایناش فحش ندیم، به خاطر اینکه مجاز نیستیم اینطوری باشیم. ما جمهوری اسلامی نیستیم، ما از سران جمهوری اسلامی، از بازجوهاش، از آخونداش نیستیم. شما رو خطید بفرمایید عزیزم. سلام آقای جاوید، عذر میخوام دوباره تماس گرفتم. خواهش میکنم عزیزم. من میخواستم جواب اون بیننده رو بدم. اون نمیتونه به نمایندگی از ما صحبت بکنه، بگه که شرایط خوبه. اصلا و ابدا شرایط خوب نیست. دقیقاً. اگه شرایط خوب بود انتقادی وجود نداشت. تازه ما به انتقاد منصفانه هیچ اعتقادی نداریم. عذر میخوام. مثلا مثل اینی که میگن انتقاد منصفانه، اینجا انصافی در کار نیست. اگه انصاف ها چرا اونا انصاف ندارن؟ بله. چرا اونها نیم یا شبکه های میدینی سردن دکه چه مردم خوب شما سنگ بزنه ببینیم مشکلات شما چیه؟ بله. مثل اینی که شما یه سفره گذاشته باشید، غذاهای رنگی گذاشته باشید روش، بعد عذر میخوام ها یه نفر بیاد وسط سفره خرابکاری بکنه، خب معلومه دیگه دادی آدم در میاد. همین که صحبت داره میشه مشخصه که اولا آزادی وجود نداره، یک دو مشخصه که مشکلات خیلی 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 زیاده. بله. جایی که بودجه نداریم، به فرض مثال که راست هم میگن بودجه ندارن، خب باشه بودجه ندارن، چرا؟ چون اولین جایی که میشه بودجه رو تامین کرد یعنی منابع تامین بودجه اینه که شما باید تولیدتون رو بالا ببرید که بتونید مالیات بگیرید و از این مالیات دولت بودجهش رو تامین بکنه. خب تولید نداری، چرا؟ چون که تمام بودجه را 60 میلیارد دلار یکی از نفت به تولید میرسونه، یکی اونم همش رو بیدید سه صرافی ها که همش رو واردات کارهای لوکس وارد کنن، کارهای مصرفی وارد کنن که همه کارخونه های داخل رو ببندی، همه کارگاه های داخل رو ببندی. این باعث چی میشه؟ باعث میشه که بسیاری از کارگرها بیکار بشن. بله خیلی وقت بیکار توی این مملکت هست. بله خیلی وقت، 3-4 دقیقه به پایان برنامه مونده. خیلی ممنون شدم میشم که اگه بازم آقای جاوید بازم تشکر میکنم، بیدو خطه نباشید. قربان تو عزیزم، واقعا مرد بر همشون، چون که همشون یک ذره شرف تو وجودشون نیست. دقیقا مرسی. باید از تاریخ درس بگیرن، باید از تاریخ درس بگیرن. هر چیزی که محکم و استوار آخرش دود میشه و به آسمون میره، آخرش نابود میشن. باید از تاریخ درس بگیرن. خیلی ممنون عزیزم، مرسی. خیلی پایدار باشید. ممنون، مرسی.
شاید مثلا یه دونه دیگه تلفن بتونیم داشته باشیم، ولی کلا دیگه به پایان برنامه رسیدیم. دوستان عزیز، موضوع کل برنامه و جدال این برنامه و دعوایی که ما اینجا داریم و جنگی که ما اینجا سازمان دادیم علیه جمهوری اسلامی یه چیزه، یه طرفش انباشته از فقر و بدبختی مردمه، یه طرفش این کل این برنامه بودجه سال 93، یه طرفش بازم خون خرابی بیشتر مردمه، یه طرفش بازم ناامیدی بیشتر مردمه، یه طرفش بازم اعتیاد جوانای بیشتریه، یه طرفش بازم تنفروشی بیشتره. از مرز 9 ساله و اینا هم 10 ساله دارن میگن تنفروشی هم رسیده. یه طرفش اینه، طرف دیگرش ما هستیم، میگیم اینا رو نگاه کنید، این یک حکومته، یک حکومت مذهبی اسلامی سرمایه‌داری، این یک طرفه. یه طرفش ما مردمیم، ما مردمی که مجبوریم اگه بخوایم نسل بعدی بعد این حکومت رفتنیه، باید بره، حکم تاریخ، حکم ما مردم ایرانه، حکم جوانای ایرانه، حکم زنان ایرانه، باید بره، باید بره. اگه حکومت محمد رضا شاه رفت اینا میرن، اگه حکومت هیتلر رفت اینا میرن، اگه حکومت های همه دیکتاتوریا، اگه تو مصر مبارک رفت اینا میرن، اگه قذافی رفت اینا هم اینا میرن، اگه بن علی تو تونس رفت اینا هم میرن. سخت و سوز نداره. درسی که ما از همین برنامه ها، از همین تلویزیون، با آدم هایی که هر روز شما در این کانال تلویزیونی میبینید میشه گرفت و باید بگیریم، یکیش اینه که اگه این همه خفقان، این همه کشتار، این همه اعدام، این همه فقر، این همه تنفروشی هست به خاطر اینکه یک حکومتی هست که همینو میخواد، اصلا برای همین سازمان پیدا کرده، اصلا برای همین به وجود اومده. اگه میخوایم مردم یک روز خوش، یک روز سالم زندگی کنن، باید این بساط از ریشه از بین ببریم و برداریم، بگیم همه آدم ها، همه کوچیک و بزرگ، حق شاد بودن و مرفه بودن و بهداشت داشتن و تفریح کردن و آزادی عقیده و بیان دارن. باید بگیم همه احزاب، همه احزاب، مهم نیست چی اسمی روشونه، چپن یا راستن یا مذهبین یا غیر مذهبین، آزاد باشن فعالیت سیاسی کنن، آزاد باشن. اما و اگر توش نداریم، شما نگاه کنید تمام دولت هایی که رو کار میان میگن آزادیم، اما یه اما میذارن، اما این حرف و اون حرف و اون، علیه این مقدسات و علیه این فرد و علیه اون اشخاص نباید حرف بزنید. آدم ها، تمام کارگرها مجازن و حق دارن و حقشونه تو قدرت باشن، دولت رو تشکیل بدن، تمام مردم حق دارن تو شوراهاشون باشن، شوراهاشون رو تشکیل بدن و با شوراهاشون قانون بذارن و مجری قانون باشن. ما این حکومت میخوایم. اگه یک گرسنه تو اون مملکت باشه، بدونید که اون مملکت مشکل داره، اون دولت مشکل داره. ما باید گرسنگی و فقر و نابرابری رو برداریم، ریشه‌کن کنیم. تنها و تنها امکانش اینه که با حزبی که بر همین اساس بنا شده، نه بر اساس چیز دیگه، نه بر اساس افتخار ملی. ببینید ما 2600 سال پیش کوروش کبیر داشتیم که دورانش بردهداری بود و ایشون هم بردهدار خوبی حد اکثر بودن. ببینید ما رضا شاه داشتیم، بابر مملکت چه خوب اداره کرد. میبینیم که مملکت تمام روشنفکراش تو زمان شاه، رضا شاهش گرفته، تو دوران شاهش از بین رفتند، اعدام شدند، تو زندان ها بودند. جامعه ای میخوایم که برابری اساسشه و برابری آزادی میاره. این جامعه رو ما باید بسازیم، ما و شما، هر کدومتون که پای این برنامه هستید، بدونید که شما میتونید بخشی از این نیروی اجتماعی برای ساختن یک جامعه انسانی باشید.
وقت برنامه‌مون تموم شده عزیزان. به شما شب بخیر میگم. با امید به پیروزی ما مردم علیه حکومت فقر، حکومت سرکوب و حکومت جانیان اسلامی. شاد و پیروز باشید.